خانم ها آقایان، شب همگی شما بخیر. من هما سرشار هستم و مفتخر و سربلند که با دعوت گروه برگزار کننده این نشست باز هم اجرا کننده برنامه امشب هستم، گرداننده برنامه هستم و این افتخاریست بزرگ که در خدمت شما دوستان، در خدمت سخنرانان گرامی هستم و
امیدوارم که امسال هم که هشتمین نشست سالیانه تلاش برای حقوق بشر هست، چون هر سال دیگر پربار باشد و شما عزیزانی که اینجا هستین با دستی پر به منازل خودتون برگردین. برنامه امشب کمی تفاوت داره با سالهای قبل. در سه بخش سخنرانی آقای دکتر کاظم علمداری، آقای دکتر عباس میلانی و خانم مسیح علی نژاد صحبت خواهند کرد به ترتیب، و بعد سخنرانان در یک نشست پنل مانند در خدمت شما خواهند بود. خانم علی نژاد محبت میکنن جلسه رو میگردونن و بعد نسبت به مسائلی که گفته شده و صحبت شده، اگر هنوز هم مواردی هست که بشه در موردش بحث بکنیم، حتما در اون پنل و در اون نشست دنبالش رو خواهیم گرفت. میخواستم استدعا کنم که قبل از اینکه جلسه سخنرانی رو شروع بکنیم، محبت کنید تلفن هاتون رو یا خاموش کنید یا روی لرزنده بگذاریدش. روی لرزونک، بله روی لرزونک. بله، اگرم از سخنرانی سوال و پرسشی دارید، محبت کنید روی کاغذ بنویسید، اینو از شما گردآوری میکنیم و احتمالاً در بخش پنل، نشست پنل، به اونها سوال ها و پرسش ها هم به چند تاش که وقت اجازه بده خواهیم پرداخت. اجازه بدید که نخستین سخنران امشب رو خدمت شما معرفی بکنم. آقای دکتر کاظم علمداری، دکتر کاظم علمداری جامعه شناس، نویسنده و استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتیش هستند. از دکتر علمداری تا کنون 6 کتاب به چاپ رسیده: چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، که امسال چند ماه گذشته 19 باری بود که این کتاب تجدید چاپ شد به دلیل استقبال زیادی که از این کتاب شده، کتاب بحران جهانی، نقدی بر نظریه برخورد تمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها، کتاب چرا خاورمیانه عقب ماند، چهارمی چرا اصلاحات شکست خورد، کتاب پنجمشون جامعه مدنی، گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها، و بالاخره آخرین کتاب ایشون درباره دموکراسی و توسعه که اخیراً از زیر چاپ در اومده و آخرین کارشون هست. دکتر علمداری نامی آشنا برای بسیاری از شما هستند به دلیل اینکه در نشریات، رادیو تلویزیون‌های محلی و همطور رادیو تلویزیون‌های بین‌المللی مرتب با ایشون مصاحبه میشه و گفتگو میشه و نظرشون رو میخوان و تحلیلگری هستند که در زمینه‌های جامعه شناسی بسیار صاحب نظرن و مورد اعتماد و مورد احترام زیاد. خواهش میکنم آقای دکتر کاظم علمداری. سلام میکنم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان برنامه امشب، برنامه بسیار مهمی در رابطه با حقوق بشر. میدونین که 25 روز که از 25 نوامبر شروع میشه تا 18 سپتامبر، 3 رخداد مهم در تاریخ اخیر اتفاق افتاده که هر سه تا مرتبط هست به حقوق بشر. 25 نوامبر از سال 2000 شروع شده، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان. 10 سپتامبر که برمیگرده به 1948، سال روز تصویب بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد. و 18 دسامبر برمیگرده به سال 1979، سال روز تصویب کنوانسیون رفع هر گونه خشونت علیه زنان. به نظر من این سه واقعه نشان دهنده این هست، این سه رخداد مهم که از طریق سازمان ملل تصویب شده، مهم، بسیار مهم است و نشان دهنده این است که روند آینده جوامع به سمت سوی است که بیشتر حقوق انسان‌ها به رسمیت شناخته بشه. صحبت امشب من در 4 حوزه تنظیم شده. امیدوارم که بتونم هر 4 زمینه رو امشب در روایش صحبت بکنم.
بخش اول مربوط به موضوع حقوق بشر چیست؟ خب ممکن است پاسخ خیلی ساده‌ای داشته باشه، همه تکرار کرده باشیم، ولی در حال من برای اینکه مقدمه‌ای گفته باشم برای بحث امشب راجع به حقوق بشر چیست هم صحبت خواهم کرد. بخش دوم مواردی از نقض حقوق بشر در ایران هست. البته می‌دونیم نقض حقوق بشر در ایران بسیار بسیار زیاد هست، ولی من تلاش کردم چند مورد خاصش رو در اینجا اضافه بکنم. و قسمت سوم صحبت من این هست که چگونه فقهای حاکم در ایران نقض حقوق بشر، فساد، اختلاس، جنایت رو توجیه می کنند و احساس گناه نمی کنند و احساس پشیمانی نمی کنند. رمز این کار در کجاست؟ و قسمت آخر شهروندان معمولی، نه کوشندگان حقوق بشر. بعد قسمت چهارم صحبت من این هست که شهروندان معمولی، نه کوشندگان حرفه‌ای حقوق بشر، چه کار میتونن برای حقوق بشر بکنند؟ امیدوارم برسم هر چهار مورد رو توضیح بدم. آزایا برلین، فیلسوف، موسیقی‌شناس و ادیب انگلیسی روسی، مفهوم آزادی رو به دو تعریف مختصر، البته بحث فلسفی بسیار بزرگی است، ولی به دو مفهوم تعریف میکنه، یکی آزادی منفی و دیگری آزادی مثبت. منظور او از آزادی منفی این است که انسان در تابع فشارها نشه، زیر بار زور نره، مقابله بکنه، مقاومت بکنه تا حقوق خودش رو به دست بیاره. این بخش منفی آزادی است. بخش مثبت آزادی این است که انسان تلاش بکنه آن چیزی که حق خودش میدونه به دست بیاره. در بند اول از در مورد مفهوم آزادی این است که از دست ستمگران کنار بکشه خودش رو، نگذاره که به اونها خودش فشار و رو تحمیل بکنن. و در قسمت دوم برای کسب آزادی باید چیکار بکنه. از اونجا که بین آزادی و حقوق بشر رابطه خیلی نزدیکی برقرار هست که توضیح خواهم داد، همین دو مفهوم در مورد حقوق بشر هم معنادار است و درست است. مقصود از حقوق بشر منفی مقابله و مقاومت در برابر کسانی است که حقوق فرد رو نقض می‌کنند، مانند ایستادگی فردی در برابر حجاب اجباری. خب حقوق بشر مثبت چیست؟ منظور از حقوق بشر مثبت تلاش برای کسب حقوقی است که در عرف، هنجارهای فرهنگی و قانون به رسمیت شناخته شده. فرد در این مورد به مقابله با زورگویان میپردازد، در واقع برای کسب حقوق بشر خودش با کسانی که حقوق بشر رو ضایع میکنن مقابله میکنه. بنابراین شما در این تقسیم بندی میبینید که بخشش این است که انسان خودش دفاع بکنه، بخشش فراتر از این هست، یک گام به طرف جلو برمیداره، هم مدافع حقوق خودش میشه، هم تلاش میکنه به دیگران کمک بکنه که آزادیشون در خطر هست. تقسیم بندی دیگری هست بین حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی، حقوق بشر طبیعی و حقوق بشر اجتماعی. منظور از حقوق طبیعی یعنی کلیه افراد بشر به دنیا می آیند و از حق حیات و حقوق برابر برخوردار هستند و کسی حق نداره اون رو ضایع بکنه. یعنی انسان حق حیات داره، هر فردی متولد میشه حق حیات داره و کسی نمیتواند و نباید از او این حق رو بگیره. این رو بهش میگن حقوق طبیعی. جان لاک، فیلسوف، ریاضیدان انگلیسی، پدر لیبرالیسم، اصل و اساس آزادی، لیبرالیسم اصل و اساس آزادی و
و آزادی اصل دموکراسی با شناخت از حقوق طبیعی انسان در سده 17 حقوق بشر را نیز پایه‌گذاری کرد. من تأکید میکنم روی اینکه حقوق بشر از این زمان، از سده 17 توسط این شخص، البته به دنبال او کسان دیگری هم در راستای حقوق بشر کوشا بودند، به وجود آمده. یعنی قبل از اون وجود نداشته. در این حال خط مرزی است، این تعریف، این کوشش خط مرزی است میان نگاه سنتی به مذهب که انسان را بدون حقوق مکلف به احکام الهی میدانست و نگاه مدرن به مذهب که انسان را نه مکلف بلکه مختار و صاحب حقوق در برابر مسئولیت میدانست. با این معیار میتوان امروز دو نوع اعتقاد مذهبی را هم از هم تفکیک کرد. مذهبی که در جهان دموکراتیک غرب وجود داره و انسان آزاد است مذهب خودش رو انتخاب بکنه، روزانه مذهبش رو عوض بکنه، کسی با او کاری نداره، بی اصلا مذهب نداشته باشه، و مذهبی که در کشورهای خاورمیانه از جمله کشور خود ما رایج هست. در اونجا مذهب عمدتا، من به مذهب بنیادگرایان دارن اشاره میکنم، بنیادگرایان اسلامی که همه رو مکلف میدونن که باید از مذهبی که اونها معتقد هستن پیروی بکنن، در غیر این صورت مجازات میشن و نوع مجازات هم البته بسیار متفاوت هست، بستگی داره. گاهی حکام کسی که این مذهب اونها رو قبول نکنه، یعنی بی مذهب باشه، یا مذهب داشته باشه مذهبش رو بذاره کنار، اگر در غرب باشه کسی باش کاری نداره، در اونجا باشه مرتد به حساب میاد و مجازات مرتد هم اعدامه. میدونید که جمهوری اسلامی بنیانگذار، به نظر من بنیانگذار بنیادگرایی نوین در کنار طالبان و کم کم به پدیده به عنوان داعش خط شد. خب این بنیادگراها مذهبی که بهش معتقد هستن یا تعریف میکنن یا توضیح میدن رو حق مسلم خودشون میدونن که به دیگران هم تحمیل بکنند. به یک نوعی آنها به یک حقیقت مطلقی رسیدند، باور پیدا کردند که فکر میکنن حقیقت مطلق رو باید به دیگران هم منتقل بکنن، در حالی که حقیقت مطلق وجود نداره. حقیقت ها وجود دارد، هر کسی، هر گروه، هر فرقه حقیقت خودش رو داره، و اگر کسی و گروهی به این اعتقاد برسه که حقیقت فقط در نزد اوست، مطلق است و فقط در نزد اوست، به اینجا میرسه که کسان دیگری که دور دیگری فکر میکنند یا به حقایق دیگر یا حقیقتهای دیگری باور دارند رو سرکوب بکنه. خب خیلی روشن هست، ممکن است مسیحیان متعصب، یهودیان متعصب، مسلمانهای متعصب معتقد باشن حقیقت، حقیقت مطلق در نزد اونهاست، آنها نماینده خدا روی زمین هستند و دیگران نفی بکنند. در چنین صورتی هست که شما میبینید در خاورمیانه بین فرقه های اسلامی درگیری های خونین را میفته. چرا؟ بنگه هر فرقه ای فکر میکنه نماینده خدا روی زمین هست، حقیقت در اختیار او هست و باید کسانی که از حقیقت او پیروی نمیکنن رو سرکوب بکنه و میکنه. خب در مورد حقوق بشر، حالا من این توضیح رو دادم که مشخص بشه که با دو دیدگاه نسبت به دو دیدگاه مذهبی نسبت به حقیقت وجود داره، به انسان‌ها باید به اینجا برسن که بفهمن یا بپذیرن که حقیقت او فقط حقیقت اوست، حقیقت همسایش نیست، حقیقت یک فرد دیگر یا گروه دیگر نیست، و اگر این رو بپذیره میتونه در کنار اونها راحت زندگی بکنه. حقوق بشر، همونطور که اشاره کردم، حقوق بشر، تعریف حقوق بشر که در بیانیه 30 ماده‌ای سازمان ملل متحد در سال 1948 تصویب شد، بندهای خیلی مشخصی داره این 30 بند، از جمله اینکه حق آزادی انسان، حق آزادی بیان، حق کار، حق دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، حق قضا، مسکن و حق بهره برداری از مزایای زندگی. به طور کلی این 30 بند توضیح میده که حقوق بشر چیست. خب تا اینجا
ما هم تاریخ حقوق طبیعی رو شناختیم از دید من با تعریف که من کردم و هم حقوق بشر رو. اما حقوق بشر بدون حقوق طبیعی ممکن نیست. حقوق طبیعی پیش شرط حقوق بشر. حقوق بشر پیش شرط آزادی و آزادی پیش شرط دموکراسی است. به این معناست که شما نمیتونید در جامعه‌ای که هنوز حقوق بشر رعایت نمی‌شود، حقوق طبیعی حتی رعایت نمیشه، سراغ دموکراسی برید. در اونجا دموکراسی معنی هنوز پیدا نمی‌کنه. چون که اولیه‌ترین حق انسان حق طبیعیش هست و به دنبال اون حقوق بشر که در بیانیه سازمان ملل متحد بیش از 60 سال گذشته، 65 سال گذشته تصویب شده. البته اشاره بکنم که حقوق بشر فقط به این سی بند خلاصه نمیشه. حقوق بشر در دوره‌های مختلف توسط سازمان ملل به صورت میثاق‌های جدیدی به اون اضافه شد. مانند کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که همونطور که اشاره کردم در سال 1979 درست سالی که در ایران انقلاب اتفاق افتاد تصویب شد. اما جمهوری اسلامی نه بیانیه سی ماده‌ای حقوق بشر رو قبول کرده نه این کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان رو. در واقع چهار کشور هستند در دنیا که این کنوانسیون رو امضا نکردند. ایران هست، جمهوری اسلامی است، سودان هست، سومالی هست و یک کشور خیلی کوچک 100,000 نفری به اسم تونکا که همونطور که اشاره کردم زیاد مطرح نیست، ولی دلایلی برای جمهوری اسلامی وجود داره که این رو امضا نکنه، نه بیانیه سازمان ملل رو سیمادی رو بپذیره نه این رو. دلیلشون چیست؟ دلیل جمهوری اسلامی این است که بیانیه سازمان ملل متحد بر اساس آموزه‌های یهودیت و مسیحیت درست شده و ما مسلمان‌ها اون رو قبول نمی‌کنیم. بنابراین به دنبال این هستن که حقوق بشر اسلامی بسازند، همونطور که دموکراسی اسلامی می‌خوام بسازند، جامعه مدنی اسلامی می‌خوام بسازند، برای حقوق بشر هم تعریف دموکراسی دارن. خب این قابل پذیرش نیست. همونطور که اشاره کردم ایران در سال 1948 جزء 56 کشور اولیه بود که این سند رو امضا کرده. بنابراین جمهوری اسلامی که وارث حکومت قبلی است و تنها حکومتی که امروز وجود داره مجبور هست که این رو اجرا بکنه. منتها هر سال اینا با بهانه های اینو رد میکنن. میدونیم که سازمان ملل برای 30مین بار از سال 1985 تا به امروز جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض حقوق بشر که خیلی مشخص توضیح میدن چه چیزهایی هست، من بخشی از اونها اشاره خواهم کرد، محکوم میکنند. ولی هر بار نماینده جمهوری اسلامی در این میتینگ‌ها حاضر میشه و توضیح میده که دلیل این که ما نمیپذیریم این حقوق بشر رو به خاطر اینکه اینها همونطور که اشاره کردم ساخته و پرداخته بر اساس ارزش‌های مسیحیت و یهودیت هست. و وقتی صحبت از نقض حقوق بشر هست، وقتی از نقد حقوق بشر هست، اونها اشاره میکنن که اینها توطئه صهیونیسم، مجاهدین خلق و آمریکاست. که در حال چنین چیزی نیست. البته به نظر میاد وقت من خیلی در حال اتمامه یا تموم شده. بله، من در حال همونطور که اشاره کردم قسمت های مختلف داره که صحبت من فرصت نکردم این بخش ها رو توضیح بدم. امیدوارم در بحث پنل اینها مطرح بشه، دوباره توضیح خواهم داد و مواردی به خصوص هست که من فکر میکنم که به خصوص در بخش آخر من اصرار دارم که نظر خودم رو با شما در میان بگذارم که یک فرد عادی که در خانه نشسته به کار زندگی خودش مشغول است برای حقوق بشر چه کار میتونه بکنه. فعلا با عزتون. معذرت میخوام دکتر علمدادی، مأمورم و معذور دیگه، باید وقت رو نگه دارم. دوستان اشاره نکردم به یک نفر از پنلیست هایی که در آخر برنامه در نشست ما خواهد نشست و اون هم هنرمند بسیار بسیار گرامی ما ماز جبرانی است که اینجا نشسته. و
ماز جبرانی در طول سال گذشته در کنار استنداپ کمدی های مختلفی که اجرا کرده یکی از کنشگران بسیار بسیار قابل احترام جامعه ایرانی بوده برای مقابله با جلوگیری از سفر بعضی از شهروندان کشورهای دیگر به آمریکا و قوانینی که آقای ترامپ گذروندن. بعداً در این زمینه خودش صحبت می‌کنه. سخنان بعدی ما آقای دکتر عباس میلانی هستند، نامی آشنا برای همه شما که در این نشست‌های سالیانه هم حضوری بسیار شفاف و بسیار اثرگذار دارند. در چند سال اخیر آقای دکتر عباس میلانی ایرانشناس، مورخ و نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه هستند، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و استاد فراخوانده دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه و همچنین همکار و یکی از سرپرستان پروژه دموکراسی ایران در مؤسسه هوور. آقای دکتر میلانی در کنار این همه فعالیت‌های تحقیقی و نوشتن کتاب‌های متعدد و پژوهش‌های مختلفی که می‌کنند، ریاست چند نهاد غیرانتفاعی مربوط به مطالعات ایرانی رو هم دارند، کرسی خانم بیتا دریاباری و همینطور کرسی حمید و کریستینا مقدم برای مطالعات ایرانی که در اونها واقعا فعالیتشون قابل ستایشه. از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنانشون رو برشون بگن. با سلام به دوستان عزیز، سه چهار سال پیش دانشگاه استنفورد از من دعوت کرد در یک تد تاک شرکت کنم. دو روز قبل از شروع تد تاک به من زنگ زدن، گفتن که قانون تد تاک ایجاب میکنه که ما یکی از تد تاک های قدیم رو در برنامه امروز بذاریم و ما فکر کردیم برنامه آقای ماز جبرانی رو بذاریم و میخواییم اینو درست قبل از سخنرانی تو بذاریم. تو حاضری؟ گفتم والا بعدش تک تپته میفتم. حالا آقای ماز جبرانی اینجا نشسته، بعدش میخواد بیاد، من فهم میکنم توطئه داره منو به تپته اندازه. به هر حال نکته ای که در مورد آقای جبرانی به گمان من خیلی ربط به امشب داره اینه که فقط با فعالیت های سیاسیش و رفتن به فرودگاه و مبارزه با پلیس، مخصوصا اگه پلیس به طرفش نیاد، تجسم حقوق بشر نیست، بلکه وقارش به عنوان یک هنرمند، امتناعش از بازی‌هایی که ممکنه به هویت ایرانی و هویت مسلمین صدمه بزنه، وایستادنش یه جایی و گفتن اینکه من تروریست نیستم، من ایرانی هستم، از سابقه خودم خوشحالم، ازش دفاع میکنم و بهای گرانی برای این کار داده. او به گمان من مصداق دقیق این است که چطور ما در سلوک شخصیمون میتونیم نمونه دفاع از حقوق بشر باشیم و برازندگی جامعه خودمون رو برای دفاع از حقوق بشر بیشتر نشون بدیم. خیلی متشکرم. برای بنده البته باعث افتخاره که در این جمع هستم. عرایزم رو در واقع به دو بخش تقسیم کردم. یکی این نکته که آیا حقوق بشر در واقع در ادامه حرفایی که آقای دکتر علمداری زدن، اونچنان که رژیم ادعا میکنه، مفهوم غربی هست یا نه، چشمانداز تاریخی برای پیدایش حقوق بشر چیه. من تصورم اندکی متفاوت از آقای دکتر علمداری است خواهم گفت. و دو اینکه واقعا چه جوری میشه برای حقوق بشر مبارزه کرد. در روز اول دسامبر 1955 در شهری در آلاباما، خانومی به نام روزا پارک اتوبوس نشسته بود. اتوبوس نجات پرستانه به دو قسمت تقسیم شده بود، قسمت سیاهان و قسمت سفیدا. اگر سفید پوستی وارد اتوبوس میشد و جا خالی نبود، سیاه پوست ها موظف بودن جاشون رو خالی کنن بدن به این تحفه بشریت که اومده اتوبوس.
در اتوبوس پر بود. خانم روزا پارک نشسته بود. یک سفید پوستی اومد. یک راننده سفید پوست بهش میگه از جاش بلند شو. جاتو بده به این سفید پوست. میگه نه. آغاز جنبش حقوق بشر سیاه پوستان در آمریکا که از اون جنبش های دیگری در اومد به همین لحظه برمیگرده. به شجاعت یک زن و به یک نه ساده. نه مبارزه سیاسی کرد، نه بمب انداخت، نه فوش داد، فقط گفت نه. از همون جریان جنبش غیر خشونتی مارتین لوتر کینگ شروع شد. جنبش مبارزه نافرمانی مدنی که قطعا یکی از موفق ترین مبارزات سیاسی قرن بیستمه. چهره آمریکا رو عوض کرد. الان جریان هایی در آمریکا هست که سعی میکنه چهره عوض شده آمریکا رو دوباره عوض بکنه و باید در مقابلش ایستاد. نباید گذاشت این دستاوردها عوض بشه. ولی اون جریانی که آغاز شد با روزا پارک به جریان نافرمانی مدنی انجامید. نافرمانی مدنی یا سیویل دیسوبیدینس تعریف خیلی ساده ای داره. در مقابل قانون غیر عقلانی و غیر عادلانه به شکل غیر خشونت آمیز مقابله بکنید و حاضر باشید باهاش هم بدید. یعنی اگر پلیس نژاد پرست میاد کتک میزنه، کتک رو بخورید، فوش ندید، بمب نندازید، تحمل بکنید. اگر این تعریف رو بگیریم که به نظر من تعریف بسیار دقیقی است، آقای مارتین لوتر کینگ به خاطر تبیین این قضیه یه نوبل گرفت، حقش هم بود. اگر این مفهوم رو بگیریم، به گمان من جامعه ایران الان 37 ساله درگیر یکی از شگفت‌انگیزترین نافرمانی های مدنی تاریخ 100 سال اخیر. بهش توجه نمیشه به خاطر اینکه بخش اعظم اپوزیسیون در خارج دنبال مبارزه سیاسی اونچنان که اونها دلشون میخواد هستن. اگر شما مفهوم جمهوری اسلامی رو اونچنان که خود آقای خمینی گفت اقتصاد مال خره، ما آمدیم جامعه اسلامی ایجاد کنیم، 37 سال بعد ببینید چه جامعه ای از طریق همین نافرمانی مدنی ایجاد شده. خانم مسیح علی نژاد که میگه یه روز اگر در خیابون حجابتون نگذارید عکس بگیرید، این بخشی از مقاومته. این دقیقاً مصداق همین نافرمانی مدنی است. جامعه ایران شگفت‌انگیز داره فعالیت میکنه و نقش اصلیش رو هم همونطوری که در جنبش سیاه‌پوستا یک زن بازی کرد، همونطوری که در اعلامیه حقوق بشر نقش فعال اصلیش رو یک زن بازی کرد، خانم روزولت بازی کرد، در جریان حرکت نافرمانی مدنی 30 و چند ساله در ایران هم نقش اصلی رو زن بازی کردن. یعنی به گمان من یعنی در مفهوم واقعی به گمان من کاری که زنان ایران کردن، ما ارقامش رو میشنویم، تعداد دانشجوها، همین امروز میخوندم که تعداد دانشجویان ایران در سال اخیر اکثریتشون زنان بودن، تعداد فارغ التحصیلای رشته های مهندسی، رشته های پزشکی زنان هستند. در بسیاری از برجسته ترین دانشگاه های ایران الان سهمیه منفی برای زنان هست. یعنی اگر مردا، اگر سهمیه منفی نباشه، ممکنه تعداد مردایی که به این دانشگاه ها راه پیدا میکنن از اونیش که الان هم هست کمتر باشه. یعنی این حرکت در تقابل با جریانی است، در تقابل با تفکری است که میگه نقش زن مادر بودنه، میگه بهترین کار برای زن در خانه بودنه. یعنی اگر اون رو بخشی از قدرت، بخشی از تصور رژیم برای جامعه بدونید، هر چیزی که در تقابل با اون صورت گرفته، هر جایی که در مقابل با این مقاومت شده، بخشی از این مقاومت مدنی است.
این مقاومت مدنی همواره شکل مطلوب ما رو نداره. نگفتن به وضع موجود گاهی به شکل نامناسبی میشه. الان ما مصادیق این وضع رو میبینیم، اعتیاد رو میبینیم، فساد مالی رو میبینیم، رشوه خواری رو میبینیم، گریز از کار رو میبینیم، ولی در یک چشمانداز وسیع جامعه ایران داره میگه که من اونجوری که شما میخواهید زندگی نمیخوام بکنم. شکل زندگی روزمره در ایران به نظر من تفاوت و تعارض اصلی داره با اونچه که رژیم میخواست. به قول خودشون بند و در مسائل فرهنگی آب دادیم. ایرانی متفاوت از اون ایرانی که اونها میخوان ساخته شده. این در نتیجه همین مقاومت نافرمانی مدنی است، در نتیجه همین دفاعی است که مردم به طور روزمره از حقوق بشر خودشون انجام میدن. چه زنی که در خیابون وای میسه، چه زنی که دنبال کار میره، چه زنی که تقاضای طلاق میکنه و حاضر نیست شوهرش بهش اجحاف کنه، حاضر نیست کتکش بزنه، حاضر نیست که سنت‌های نامرضیه گذشته رو در روابط شخصی بهش تحمیل بکنه. حالا این مفهوم حقوق بشر در این معنایی که بهش اشاره کردیم از کجا میاد و چرا امروز دوباره اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ ما دو مفهوم حقوق بشر داریم در واقع. یه مفهوم کلی داریم که از اون جهت اگر بگیرید ایران شاید اولین کشوری است که حقوق بشر رو در کوروش، در لوح کوروش اونجا هست، تایید کرده. هیچ کشوری تا اونجایی که من میدونم زودتر از ایران به این مسئله که تکثر وجود داره، تساهل بایستی داشت، بایستی گذاشت گروه های مختلف زندگی کنند، باور نداشته. هیچ رهبری به خردمندی اون زمان کوروش نبوده و اهمیت کوروش هم فقط در ایران نیست، اهمیت کوروش جهانی است. جمهوری اسلامی تلاش عظیمی کرد در آغاز، هنوزم میکنه، هنوزم با روز کوروش مثلا موافقت میکنن. در آغاز هم یک لعبتی مثل خلخالی سعی کرد بگه کوروش پدیده آفریده یهودی هاست، کتابشو اگه خونده باشید پدیده دروغین هست، ولی کوروش وجود داره، در کتاب مقدس هست، در آوازهای ایسلندی هست، شهرتش جهانگیره. در اون مفهوم آغاز حقوق بشره، ولی در یه مفهوم تاریخی حقوق بشر با پدیده تجدد ربط داره، یعنی عصر رنسانس، یعنی آغاز زمانی که انسان دیگه رعیت نیست بلکه شهروند میشه، یعنی از سابجکت تبدیل میشه به سیتیزن. بخشش دقیقا همین مطلبی است که آقای دکتر فرمودن، یعنی آغاز پذیرفتن این که انسان حقوق طبیعی تفکیک ناپذیری داره، آزادی اندیشه، آزادی ازدواج، آزادی مذهب. اینها آزادی هایی بودن که انسان به لحاظ انسان بودن دارای این حقوق بود. از این نظام در واقع به لحاظ این حقوق طبیعی انسان شهروند میشه و شهروند تبدیل به انسان مسئول یک جامعه دموکراتیک میشه. هیچ دولتی، هیچ نهادی حق نداره این حقوق از شما بگیره، هیچ نهادی به شما لطف نکرده اگر به شما آزادی میده. اگر از شما آزادیتون رو بگیرن به شما اجحاف کردن. آزادی در نفس طبیعت انسان نهفته است. دولت هم ولی مردم نیست. مفهوم تجدد خیلی مفهوم ساده است از دولت. دولت نوکر مردمه. دولت برخواسته از رأی مردمه و با رأی مردم عوض میشه. دولت ذل الله نیست. این ذل اللهی فقط هم در ایران نبود، در اروپا هم همینطور بود. کلیسا هم ادعا میکرد که پادشاه رو اونا تعیین میکنن، کلیسا پادشاه هم ادعا میکرد که دورش همون حاله ای هست که دور حضرت مسیح هست. در مفهوم جدید، در مفهوم جدید سیاست، دولت یک قرارداده بین مردم و حاکم و هر لحظه این قرارداد قابل تغییره.
اگر از دولت خوشتون نمیاد دولت رو میتونید تغییر بدید. در قانون اساسی آمریکا گفته حق انقلاب حق طبیعی انسان هاست. ما مردم این دولت رو برگماردیم و ما مردم این دولت رو میتونیم بر بیاندازیم. پس یه مفهوم اساسی غیر ولایتی از دولت هست. انسان حقوق طبیعی داره، بخشی از حقوق طبیعیش انتخاب دولته و این دولت خادم مردمه، نه ولی مردم، نه منجی مردم، نجات دهنده مردم نیست. شهروند متجدد محتاج منجی نیست. ممکنه در زندگی خصوصی کسی انتظار بازگشت مسیح داشته باشه، تو آمریکا 70% دارن، رقم شگفت انگیزی، ولی دولت رو منجی خودشون نمیدونن، دولت خادم مردمه. مهمتر از اون عرصه خصوصی رو دولت باید حراست بکنه. عرصه خصوصی است که هیچ کس حق دخالت در اون رو نداره و در اون عرصه خصوصی اون آزادی ها بیش از هر زمانی رعایت میشه. هرچه جامعه متجددتر میشه، هرچه جامعه دموکراتیک تر میشه، عرصه خصوصیش وسیع تر میشه. یعنی عرصه که در اون دولت حق دخالت نداره. دولت نباید، نمیتونه به شما بگه که آیا جمعه نماز جمعه تو رفتی یا نه. در کلیسای قرن 12 اگر شما به یه شنبه به کلیسا نمیرفتید محکومتون میکردن. بعد از تجدد حق شماست برید یا نرید. دولت در واقع متجدد این حق دخالت در امور خصوصی رو نداره. خب این مفهوم تا قرن 20 جریان داشت، تحول پیدا کرد، ولی در قرن 20 ما با یک بحران تجدد روبرو شدیم. دو مسئله شاید مهمترین مصادیق این بودن. یکی آدمکشی هایی که در سطح بی سابقه صورت گرفت، کشتار ارامنه توسط عثمانی ها، کشتار یهودیا توسط آلمان ها، کشتار بسیاری اقلیت ها توسط استالین و حکومت استالینی. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها، بسیاری از روشنفکرها به این نتیجه رسیدن که اون میثاقی که بود که دولت حامی و خادم شهرونداش شهروندا شده، به نظر نمیاد از شهروندا داره حمایت میکنه. دولت هایی هستن مثل آلمان نازی که حق شهروندان خودش رو محترم نمیشناسه. میلیون ها شهروند آلمانی رو، میلیون ها شهروند لهستانی رو، شوروی رو، عثمانی رو به کشتار میده. پس به این نتیجه رسیدن که یک سیستم حفاظتی جدید برای مردم بایستی باشه. نتیجه این بحران پیدایش مفهوم حقوق بشر در 1948. به این معنا که حاکم یک دولت دیگه فقط تعیین کننده سرنوشت اون مردم نیست. هیچ دولتی حق نداره بگه که من چون مثلا آلمان هیتلری هستم حق دارم آدم ها رو بسوزونم، من چون حاکم در ایران هستم حق دارم زنها رو سنگسار بکنم. جامعه بین المللی اومد گفت یک حقوقی هست که حقوق بین المللی هست، حقوق انسانی هست، مرحله از رشد انسانیته. هرچی مذهبش خصوصی شما میخواد باشه، هرچی سلوک محلی شما میخواد باشه، هرچی سنت دیرینه شما میخواد باشه، یه سری کارا رو نمیتونید بکنید. شکنجه نمیتونید بکنید، زن و کتک نمیتونید بزنید. برای ما به عنوان جامعه بین المللی مهم نیست که شما بگید این در سنت ماست. نمیتونید تو خیابون یه نفر رو اعدام بکنید، این خلاف عرف جدیده. یعنی ما به عنوان بشر به این مرحله رسیدیم که میتونیم از این در واقع هر دولتی در هر جا انتظار داشته باشیم که این حقوق رو رعایت بکنه. جمهوری اسلامی مسئلهش با اعلامیه حقوق بشر فقط این نیست که ازش ایراد میگیره، از اون با اون مسئله داره، ولی اساس مفهوم دولت متجدد رو نمیپذیره، برای اینکه فکر میکنه دولتش دولت برگزیده الهی است و هر نوع برگزیدگی الهی با اساس فکر حقوق بشر تباین و تعارض داره. سرکار خانم سرشاه بلند شدن، بنده باید بشینم.
در واقع موقعی که من میام پای پله شما هر دو دقیقه دیگه وقت دارید، ولی شما هر دو سخنران سریع‌تر صحبتشون تموم کردن. یه اعلامیه بکنم، تازه الان وقتتون تموم شد. یک تویوتای توسی روشن سویچ روش بوده، گذاشتن توی پارکینگ، یکی از دوستان محبت کردن، ماشین رو خاموش کردن، قفل کردن، سویچ آوردن اینجا. صاحب ماشین محبت کنید سویچ دست من، تشبیه سویچتون رو بگیرید. اجازه بدین قبل از اینکه سخنران بعدی رو معرفی بکنم، به اطلاع شما دوستان برسونم که استاد گرامی همه ما، نویسنده بسیار بسیار عزیز و شایسته ایرانی، آقای ایرج پزشکزاد در بین ما هستند. بلکه از آقای ایرج پزشکزاد اصلا نباید بپرسیم چه خبر شده، میگن تقصیر انگلیس هاست دیگه همش. آقای پرویز کاردان عزیز، نازنین جسن. هنرمند گرامی و فیلمساز، نمایشنامه نویس، کارگردان، اجرا کننده و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی، مدیر تلویزیون اندیشه و کارهای بیشمار دیگر. افتخار داریم که در خدمتتون هستیم. اجازه بدید سخنران بعدی این نشست رو خدمتتون معرفی بکنم، خیلی کوتاه، چون واقعا نیاز به معرفی نداره. خودش هم میگه به من دو تا کلمه منو بیشتر معرفی نکن، میخوام همش خودم بدن حرف بزنم. مسیح علی نژاد. روزنامه‌نگار، کنشگر حقوق بشر، حامی و پشتیبان بلا منازع و بلا انقطاع حقوق زنان در ایران، و بقیهش رو نمیذاره بگم، خودش اومد. برای اینکه استرسم از بین بره، اول به همه تون سلام میکنم و خیلی خوشحالم که دوباره از نزدیک میبینم اتون. واقعیت چینه که یک سری اسمهای اینجا هستن که همیشه توی ایران به هر حال رویای ما بود دیدنشون. آقای دکتر میلانی، کاظم علمداری که روزنامه‌نگارای اقتصادی نویس چقدر دوستش داشتن، و آقای دکتر پزشکزاد، آقای کاردان. من وقتی این اسما رو میشنوم، خانم دکتر تویدی، خود خانم سرشار، و واقعا میگم دستام لرزید اون پایین که چجوری من بیام بالا الان از کجا شروع بکنم. من به تته پته نمیافتم ولی تپش قلب میگیرم. صحبت‌های سخنرانان گرانقدر رو گوش کردم و فکر کردم که اصلا من در جایگاهی نیستم که بخوام در مورد مفهوم حقوق بشر حرف بزنم یا بیام بحث و مباحث رو باز بکنم که استادای ما دارن توی دانشگاه در موردش درس میدن. من همیشه یک راوی بودم، یه روزنامه‌نگار بودم که در مورد نقض حقوق بشر نوشتم و حرف زدم. برای همین الان هم دوست دارم که از همین منظر، از منظر شهروند معمولی که برای حق ساده خودش از توی دل یک روستا جنگیده، مبارزه کرده، و از منظر روزنامه‌نگاری که ترجیح داده صدای شهروندان معمولی باشه، با شما حرف بزنم. یکی از نکات دیگه هم که دوست دارم در این مورد با شما حرف بزنم، نقض حقوق بشر فعالان حقوق بشر هست. یعنی همه کسایی که به فعالان حقوق بشر میگن هیس الان وقتش نیست، و دوست دارم که این نکته رو دستبندی بکنم و شرح بدم تا به عمق فاجعه پی ببریم که ما قبل از اینکه از طرف حکومت سرکوب بشیم چقدر از طرف خودمون سرکوب میشیم. بدنام کردن، انگ زدن، پنجه به صورت هم کشیدن، تمام این موارد رو سعی میکنم که بهش اشاره بکنم، اگرچه مثل آقای علمداری ممکنه همه اینا رو نرسم اونجا تو پنلم، من دیگه وقت ندارم، فقط باید سوال بکنم. از اینجا هم میخوام شروع بکنم که همین دیروز شما حتما شنیدین که یکی از
ورزشکاران ما با صدای علیرضا بباز، علیرضا باید ببازی، میدون رو ترک کرد. چرا؟ چون رقیب بعدیش اسرائیلی بود. چند نفر از شما خشمگین شدین؟ در ستایش خشم، در ستایش خشم، همین بس که اگر خشمگین شما نشین، شهروند بی‌تفاوت باقی میمونین تا همیشه. برای اینکه از هر شهروند بی‌تفاوت یک شهروند مسئول ساخته بشه، هممون باید خشمگین بشیم. چرا؟ چون ما سالهاست که باختیم، سالهاست که به دلیل سیاسی کردن ورزش، به دلیل سیاسی کردن هنر، به دلیل سیاسی کردن زندگیمون باختیم. ما سالهاست که به نفهمی و نادانی سیاستمدارانمون در عرصه‌های مختلفمون باختیم. ما سالهاست باختیم به دروغ، به ریا، به فتنه، به کینه، به نفرتی که تو دلمون انداختن. ما از سن 7 سالگی باختیم به کسایی که سر صف صبحگاهی به ما شعار مرگ بر این و مرگ بر اون یاد دادن. ما سالهاست وقتی بازنده ایم حکومتی که زورگو پیروزه. چرا؟ چون زور گفتن بر مردم و جامعه ای که بازنده است آسونه، چون حکومت کردن بر ملتی که باخته و بازنده است آسونه. و علیرضا کریمی نماد یک نسلیه که همیشه او رو بازنده خواستن. اما دلم میخواد اینجا یادآوری بکنم که مسئولیت فردی تک تک ما میتونه از ما یک نسل برنده بسازه، کاری که الان زنای ایرانی دارن میکنن. و دلم میخواد بیشتر از این که من حرف بزنم، بشنوید که چطور زنای ایرانی ترجیح میدن در برابر تک تک کسایی که بهشون میگن بپوش، چطور راه برو، چه کار بکن، اینجا بیا، در فلان مراسم اسکار فلان کس رو نبوس، با فلان کس دست نده، از پرچم فلان کشور عبور کن، مرگ بر فلان کشور بگو، امر به معروف و نهی از منکر رو سالها و سالها به عنوان یک رفتار نیک بر ما تحمیل کردن. ولی زن ایرانی امروز یاد گرفته که امر به معروف نام دیگری داره: فضولی کردن، آزار و دخالت در حریم شخصی زنان ایرانی. و زنان ایرانی یاد گرفتن که موبایلشون رو مثل یک اسلحه بی خشونت بالا ببرن. چرا؟ چون اوج خشونت ما افشای خشونت کسایی که به ما میگن چگونه زندگی بکنیم، به ما میگن بباز و ما نمیبازیم. خواهش میکنم فیلمی رو از زنان ایرانی بذارید که ببینید چطور در مقابل کسایی که بهشون میگن حجابت رو رعایت بکن، با یک کلمه ساده نه به شما ربطی نداره، در حریم و انتخاب شخصی من دخالت نکن، نافرمانی مدنی رو به زیبایی به نمایش میگذارن. دعوتتون میکنم فیلم رو از زنان ایرانی ببینید. آقا جلو مردم تو گوشه باید چیز گوشه مردم بزنی شما. ما خیلی قدرت داریم. ما اوج خشونتمون میتونه افشای خشونت اونا باشه که محض و مطلق علیه ما ظلم میکنن. دوربیناتون اسلحه هاتون باشه. بذار فیلم بگیرم. من مأمور اینجا هم باید به تذکر بدم. من چه تذکر؟ حجاب من چی بدی داره؟ چه بدی داره؟ چه بدی داره؟ دستی درست کردیم. دستی مگه از تو میترسم؟ مگه از تو میترسم من اومدم اینجا؟ من کار ندارم کسی، حجاب درست نیست. چی میگه؟ کارا چیه داری فیلم میگیری؟ خجالت بکش. برای چی فیلم میگیری؟ برای خودتو پول میبری زیر سوال. تو چی کاری؟ من میخوام بدونم تو چی کاری؟ من رعایت نمی کنم آقا، به شما چون رفتی نداره. من امر به معروف کردم رفتم. شما شکایت ندارید. مهم نیست شما. آقا اصلا امر به معروف شما هیچ اهمیتی نداره. مهم نیست. من تذکر میدم. باز مهم نیست. شما میتونی به همه تذکر بدی. منم به شما تذکر میدم. برو زندگی شخصی تو رعایت. وسط اون همه جمع توی پاساژ داد میزنی سر من، شالتو رو سرت کن. این چه طرز بیانه؟ مادر تو بچه کوچیکی؟ به من نگو مادر، اگه من بچه تو بودم من اینجوری نگاه نمی کردی. بچه ما گردنش می بردیم بیرون. چرا من گردنش رو می بردید؟ به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ افت عمومی لکدار میکنه. افت عمومی با این چیزا اگه بخواد لکدار شه بهتر که لکدار شه. به خاطر حجاب لکدار شه؟ این همه مردم چادر میزن زیر چادر، هزار تا کثافت کاری میکنن. چی؟ کی گفت این حرفو؟ همین که به تته پته افتادی، در برابر اسلحه من کم آوردی و خشونت نمی کنی، من برندم. من به شما میگم چادرتون رو در بیارین. وقت نداری بگی برای که راهش خوبه.
تو راهت خوبه؟ من حجاب اجباری نیستش. تو چرا؟ چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. آخه این چه وضعی؟ من خانواده ما این قضیه مشکلی نداره. بی خود کردن به خانواده مقصره. ده تو مقصر نیستی. شما بچه خودتو حواست باشه. من چیکار به ما داری؟ خب باری کلا. با حجاب خوبه. آفرین. نه. من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ببینید زمان پیغمبرش هم فکر میکنم ازدواج با یک دختر بچه 9 ساله هم قانونی بود. یک زمانی تو آمریکاش بردهداری هم قانونی بود. حالا که هست این قانونه؟ به نظر شما این قانونه؟ من حجابم درسته از نظر خودم. تعهد بدم برای چی؟ مگه من چه خلافی کردم؟ مگه من آدم کشتم؟ مگه من چه کار کردم؟ میبینید مسیح جان، ما حتی مردممون اینجوری هست، ما نمیگیم به حجاب اجباری. آره نه، دارم میفرستم واسه مسیح علی نژاد. همه توهیناتون رو بکنید. شما اگه سلاحتون زبونتونه، من سلاح همین دوربینه، میترسی ازش؟ ما بر سانسور پیروزیم. سانسور پیروز شدیم. چند سال بود به ما یاد داده بودن که وقتی به شما گفتن حجابت رو رعایت کن، سرتو بنداز پایین برو. ولی ما به این باور رسیدیم که با یک موبایلمون میتونیم اثرگذار باشیم، میتونیم نقش داشته باشیم تو زندگیمون و میتونیم بر سانسور غلبه بکنیم. و اما همین امروز که زنان ایرانی، امروز که ما اینجا جمع شدیم، چهارشنبه های سفیده، زنان با نماد سفید و با یک اسلحه که همون دوربینشونه توی خیابون های ایران در شهرهای مختلف ایران به حجاب اجباری نه میگن. چرا؟ چرا؟ چون باور دارن که نگفتن لذتش به مراتب بهتر از تسلیم شدن در برابر زوره. و حجاب اجباری فقط یک پله است، فقط یک دیواره که اگر بشکنه رسیدن به بقیه حقوقمون آسان تر میشه. اما در چنین روزی فوتبالیست مشهوری که صداش به مراتب از شهروندان عادی خیلی بلندتره، سردار آزمون، اعلام کرده، درخواست کرده از مجری روس که قرار جام جهانی رو برگزار بکنه، ازش خواسته که لباس و حجاب پوشیده در بپوش. چرا؟ چون صدا و سیمای ما ممکنه شما رو سانسور بکنه. برای اینکه سانسور نشی به قانون زشت حجاب اجباری ما تن بده. میدونید این نماد همون نسلیه که بهش این رو باوروندن که تو چون نمیتونی قانون رو تغییر بدی، پس یک گام عقب نشینی کن. نماد همون نسل بازندهی که بهش القا کردن که نمیتونی تغییر ایجاد بکنی و چون نمیتونی تغییر ایجاد بکنی پس تسلیم باش. و این دردناکه. یادتونه قرار بود انقلاب رو صادر بکنن؟ حالا داره گشت ارشاد جهانی میشه و حالا داره تجاوز به حقوق زن جهانی میشه. حالا چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه میخوام برسم به اینجا که وقتی ما میگیم موضوع حجاب مهمه، خیلی‌ها به ما هیس هیس میکنن، به همین دلیل ساده است که اگر شما به حجاب اجباری در داخل کشور خودت اعتراض نکنی، فردا در تمام دنیا اجبار حجاب فرهنگ مردم ایران معرفی میشه. در حالی که تأکید میکنم برای چندمین بار که رویای من اینه با مادرم در آمریکا قدم بزنم، در فرانسه، بلژیک، کشورهای اروپایی، مادرم حجاب خودشو داشته باشه و کسی نگاه بد به اون نکنه و کسی ممنوعیت ویزایی فقط به خاطر اینکه یک زن مسلمان با حجاب براش درست نکنه. و رویای من اینه که با مادرم در کشور خودم راه برم و از کشور خودم با حقارت بیرونم نکنن یا زندانیم نکنن به خاطر اینکه حجاب اجباری رو دوست ندارم. پس من و ما و کمپین چهارشنبه سفید طرفدار حق انتخابیم. به همین دلیله که خشمگینیم از تک تک کسایی که صدایی بلندتر دارن، مثل فوتبالیست محبوب ما، مثل چهره‌های مشهور ما، که تا ما اعتراض به اجبار میکنیم میگن هیس. حالا من بخشی رو باز میکنم که چطور هر شهروند معمولی، موضوعی که آقای علمداری میخواست مطرح بکنه، قطعا توی پنل ایشون ارزشمندتر نکاتی رو با شما در میون خواهد گذاشت، ولی من به این دلیل که خودم روی شهروند معمولی میدونم و یه سفر طولانی از روستای خودم تا بروکلین داشتم و الان اینجا در لس آنجلس، ترجیح میدم قصه بگم. چرا؟ چون فکر میکنم آدمی که قصه هاشو دور میریزه مثل کسی که رویاهاشو دور میریزه، و آدمی که رویا نداره مثل یه آدم مرده است. بهتر که نباشی اگر رویا نداری.
بهتر که نباشی اگر امید به تغییر نداری. برای همین من قصه خودم رو میگم، ببینید من با چه امیدی و چه جوری تونستم تغییر ایجاد بکنم. از دل یک روستایی اومدم که وقتی انقلاب شد من فقط 2 سالم بود، اما شنیده بودم که زنان یک راهپیمایی بزرگی برگزار کرده بودن و میگفتن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم و به حجاب اجباری اعتراض کرده بودن، ولی جماعت انقلابگو بهشون گفتن هیس، انقلاب شده، کارهای خیلی بزرگتری است، الان وقتش نیست. بعد از انقلاب من توی خانواده فقیری بزرگ شدم، خانواده روستایی که فکر میکردیم سفرمون رنگین میشه. سفرمون رنگین نشد. آقا جان من هر چقدر دست فروشی میکرد، مرغ و خروس و اردک از قمی کلا میبرد شهر میفروخت، بازم شکممون چسبیده بود به پشت ما. ولی کماکان امید داشتیم که وضعمون خوب میشه بعد از انقلاب. این اتفاق نیفتاد. ولی من از مفهوم حقوق زن چیزی نمیفهمیدم. برای حقوق زن تو اون روستا و تو اون فقر نمیتونستم مبارزه کنم. اما هر کاری که برادرم علی میکرد دلم میخواست منم بکنم. هر آزادی که او داشت قبطه من بود و دلم میخواست اون آزادی رو من هم داشته باشم، که بعدها فهمیدم این کار یعنی تلاش برای برابری خواهی. اما اون موقع من فقط میخواستم برم تو رودخونه، همون کاری که برادرم میکنه، شنا میکنه، تفریح میکنه، منم داشته باشم. میدونین پاسخ چی بود؟ ساده بود. مادرم میگفتش که پر فکر نون باش، خربزه آبه که جا تپر ات لقمه، نون ندارنه تو فکر جینگ جینگ لنگومی. یعنی چی؟ یعنی ما فکر نون باید باشیم، خربزه آبه. ما چون فقیریم نباید به فکر شادی و جینگ جینگ لنگوم باشیم. و من تازه اونجا میخواستم به مادرم بگم فکر نون باش، خربزه آب، ضرب المثل بعدیه. خب خربزه آب، بدن به آبم نیاز داره. اون موقع نمیفهمیدم اینو بگم، ولی الان میفهمم به کسایی که اولویت بندی میکنن حقوق ما رو چه ظلمی در حق ما میکنن. فقیر هم هستی باید شاد باشی، فقیر هم هستی حق و حقوقی داری و کسی حق نداره بهت بگه چه بپوشی و چه نپوشی و چطور زندگی بکنی. اما به خاطر فقر به ما گفتن هیس. و الان وقتی که من خارج کشور با صدای بلند به حجاب اعتراض میکنم، جماعتی فقر رو به رخ من میکشن که اولویت اول ایرانه، که هرگز با فقر زندگی نکردن، هرگز نمیدونن لباس دست دو یعنی چی، هرگز لباس تاناکورایی نپوشیدن، هرگز دست فروشی نکردن، هرگز شبا گرسنه نخوابیدن، و اون جماعت فقر رو به سر من میزنن که منو ساکت بکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه جماعتی که پول داشتن برن در بهترین دانشگاه درس بخونن، تونستن با فقر من بحثای تئوریک بکنن، تونستن با فقر من مقاله بنویسن، تونستن با عکس فقیر من عکس‌های یادگاری بگیرن، رئیس جمهور بشن، رئیس مجلس بشن، تونستن با فقر من فیلم بسازن، اسکار ببرن. اونها دوست ندارن یه دختر فقیر خودش رو نمایندگی بکنه و بگه من حتی اگر فقیر بودم الان حق دارم با صدای بلند از حق و حقوق زنانم دفاع بکنم و خودم تشخیص میدم که کی و چه زمانی وقتش هست که در مورد حقوق زن حرف بزنم. توی همون روستایی که من نشنیدم، من حتما به سوال شما جواب میدم. من اگر به سوال شما در پنل جواب ندادم، شما میتونید منو تحویل وزارت اطلاعات بدی. بله حتما. اما شیوهش اینه که ما به هم اجازه صحبت کردن بدیم. کسی که برای نقض حقوق بشر حرف میزنه، پروانه فروهرها، من در برابر پروانه فروهر عددی نیستم. کسی که در همین خارج کشور وقتی سخنرانی کرد، کسی از میان جمعیت بلند شد و به او گفت شما نماینده ی همان نظامی. چند ماه بعد تکه تکه شد. تا منو هم تکه تکه نکنن مطمئنن کسایی اجازه نمیدن صدای خودم رو خودم بلند بکنم. حتما شجاعت این رو دارم که بگم و دوست دارم شما حضور داشته باشین. من از یک روستایی اومدم که تلویزیون 14 اینچی داشتیم، تلویزیونی که فقط شنونده و بینندش بودم. من فقط از اون تلویزیون مقامات کشورم رو میدیدم که به من میگفتن چطور زندگی بکنم. از همون روستا به جایی رسیدم که همون مقامات الان در تلویزیون خونهشون منو میبینن و منو با اسم کوچیکم میشناسن. اگر نمیشناختن، وقتی
وقتی میگم من، فقط به این معنیه که هر دختری که در هر جای منو میشنوه در ایران، هر زن معمولی که منو میشنوه، باور کنه که میتونه یک روزی از تلویزیون خونه خودش صداش رو به گوش همونایی برسه که براش قانونگذار و قدارکش بودن. دیگه من تسلیم نیستم، من شنونده نیستم، این منم که تصمیم میگیرم راجع به حق و حقوقم حرف بزنم و اون کسایی که برای من قانونگذاری کردن صدای منو میشنون، حالا اسم منو میشناسن، منتها اسمای متفاوتی هم برای من نوعی دارن. زن از دیدگاهشون فاحش است، منو ضد انقلاب صدا میکنن، مامور MI6، نوچه دونالد ترامپ، حالا ترامپ هم تازه اینجا من و بچه‌مو راه نمیده. اونا هر اسمی روی من میذارن، ولی من فقط یک اسم دارم، زنی که نمیترسه صداش بلند باشه. برای همین از انقلاب و فقر و تلویزیون 14 اینچی عبور میکنم و میرسم به جنگ. وقتی جنگ شد، من دو تا برادرم تو جبهه زخمی شدن. دو تا برادرم وقتی تو جبهه بودن، بازم من مفهوم حقوق زن و حقوق بشر رو نمیدونستم، ولی دلم خواست شاد باشم. ولی مادرم میگفت دیدی تو برار خونپاره جلو درن تو خون اینجا بزن به رخ سکنی میوسته. یعنی هنوز من نمیدونستم چجوری باید بگم جان مار رخ سکنم وشونه دل شاد بونه. نمیدونستم چطور از حقم دفاع کنم. فکر میکردم چون من دختریم که برادرام تو جنگ، به قول مادرم حتی شیمیایی باید دگرسه، حتی موجی باید دگرسه، تو میخوای شاد باشی؟ نمیدونستم که باید از حقم دفاع کنم و جنگ منو ساکت کرد. اما کسایی که حالا جنگ نرفتن و جنگو ندیدن هم منو از جنگ میترسونن، منو از دونالد ترامپ میترسونن، منو از این میترسونن که اگر تو راجع به نقض حقوق بشر حرف بزنی ممکنه که به ایران حمله بشه، پس وقتش نیست که در مورد حق و حقوقت حرف بزنی. ما انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، فقر رو پشت سر گذاشتیم، جنگ رو هم پشت سر گذاشتیم و الان رسیدیم به تحریم. فکر میکنید از تحریم آقازاده ها رنج میکشن، پولدارها رنج میکشن؟ نه، بازم ما قربانیم. برای همین با صدای بلند علیه تحریم حرف زدم، من و کمپین زنان که از داخل ایران ریسک کردن، با صدای بلند گفتن ما نمیخوایم منزوی باشیم، ما نمیخوایم کشوری باشیم که همه از ما متنفر باشن. علیه تحریم حرف زدیم، پس کی باید علیه تحریمی که جمهوری اسلامی خود به خود ما تحمیل کرده، به زنان تحمیل کرده حرف بزنیم؟ اونجا هم جلوی هیسیس وایستادیم. الانم یه هیسیس دیگه اینجاست. آخرین نکته هیسیس رو میگم و تموم میکنم. بعد از تحریم نوبت رسید به سیاه نمایی. یعنی به ما گفتن الان اگر شما حرف بزنید سیاه نمایی میشه، چهره کشورتون رو خراب میکنین. هیچ کسی چهره کشور رو زیباتر از زنانی که با نماد سفید علیه زور میستن نشون نخواهد داد. و یادتون باشه وقتی که دونالد ترامپ رو رسانه ها اینجا بیچارش کردن و وقتی دونالد ترامپ برگشت گفت شما دارید آبروی آمریکا رو میبرید، میدونید چی جواب داد CNN؟ گفتش که ما مسئول این نیستیم نمایندگی بکنیم کشورمون رو، این وظیفه تو، این وظیفه جمهوری اسلامی ایرانه که الان در قدرته. آبروی کشور رو با تجاوز، اعدام، زندان و سرکوب و شلاق نبره. وظیفه من نیست که ساکت باشم. و دلم میخواد یه ویدیوی کوتاه از یه زن معمولی ببینید و با هم بریم تو پنل. من دیگه صحبتمو تمام میکنم. خیلی ممنونم که گوش کردید. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. از مسیح عزیزان خیلی متشکرم که از زمان سخنرانی خودش این فرصت رو به من داد تا با ایرانیان داخل این کنفرانس گفتگو کنم. من منیژه هستم از ایران، دارای معلولیت جسمی حرکتی. من تا چند سال پیش یه دختر خیلی گوشه‌گیر، خیلی منزوی بودم و دوست نداشتم با جامعه در ارتباط باشم. ولی از زمانی که تصمیم گرفتم در کمپین چهارشنبه‌های سفید به عنوان یک زن شرکت کنم و بعد از اون مستند زندگی من و مسیح عزیزم ساخت، باعث شد میلیون‌ها میلیون نفر منو ببینن و دیدشون نسبت ما معلولین تغییر کنه. من صحبتم با زنان معلولیه که مثل خودم دارای معلولیت هستن اینه که ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید تسلیم معلولیت و محدودیتمون بشیم و یا باید این صد رو بشکنیم و برای هدف و حقمون بایستیم و دفاع کنیم از حقمون. من توی جامعه زندگی میکنم
که دید مردم و قوانینش معلوله، ولی دیگران ما رو معلول حساب میکنن. من همیشه میگم من اول یک زن هستم بعد یک معلول، ولی بقیه ما رو اول یک معلول میبینن بعد یک زن. خیلی ممنونم از شما عزیزان که دارن گوش دادید و ازتون میخوام کمک کنید تا این فرهنگ سازی انجام بشه و برای دیده شدن زنان معلول داخل ایران تلاش کنیم و باعث بشه که ما هم وارد جامعه بشیم و این تفاوت هایی که بین ما و شما هست تغییر کنه. ممنونم از شما. صدا میکنم سخنرانان محترم آقای دکتر علمداری، آقای دکتر میلانی، آقای ماز جبرانی، تشریف بیارید. قول میدم اینجا رو دیگه اصلا حرف نزنم، فقط سوال بکنم و شنونده. خیلی ممنون از همه شما که گوش کردیم به مهمانان برنامه و سعی میکنیم که در دو نفر هستن توی جمع که در واقع اگر شما سوالی دارید فقط دستتون کافی بالا بگیرین، اون دو تا دوستمون شما رو شناسایی میکنم و میان بهتون کاغذ میدم برای اینکه سوالاتتون رو بنویسین و توی اون شیشه بندازین. ما با قید قرعه سوالات شما رو هم حتما سعی میکنیم که اینجا بپرسیم. اما از مهمانان برنامه شروع میکنیم تا حالا به سوالات شما برسیم. مهمانان برنامه البته صحبتای مطرح کردن که نیمه تمام مون، من برای همین ترجیح میدم از همون صحبتای نیمه تمام از آقای دکتر علمداری شروع بکنم، چون بحثی که میخواستین مطرح بکنین شهروندان معمولی بوده که چطور میتونن ایفای نقش بکنن. حالا این موضوع چون برای خودم مهمه پارتی بازی میکنم و خیلی دوست دارم که به اشتراک بذارین نظرتون. بله البته فکر میکنم که شما و آقای دکتر میلانی کار من رو ساده کردید، به این معنی که شما نمونه هایی رو مثال زدید که نشون میده من در تقسیم بندی که کردم بین حقوق بشر منفی و مثبت، بخش منفی به این معناست که شخص از خودش دفاع بکنه، از حقوق خودش دفاع بکنه، خواستار این باشه که نگذاره دیگران به حریم او دخالت بکنن. به نظر من مثال های شما به خصوص چهارشنبه های سفید، کسانی میان حجاب سفید به سر می کنند و به دیگران میگن به شما مربوط نیست در حوزه من دخالت بکنید. در این حد هنوز اینا کوشان نیستن، بیشتر کوشنده حقوق بشر نیستن، از خودشون دارن دفاع میکنن، از حقوق خودشون دفاع میکنن. یا در مورد نمونه مشخصی که آقای دکتر میلانی مثال زدن، روزا پارک در سال 1955 او از خودش دفاع، از حق خودش دفاع کرد، از صندلی اتوبوس بلند نشد، ولی کسان دیگری راه او رو ادامه دادن و خواستار این شدن که حقوق دیگران به دست بیاد. این تفکیک همواره بین تمام نمونه هایی که در حقوق بشر و دموکراسی البته آزادی وجود داره. آن چیزی که من به نظرم میاد، حالا نوشتم جایی بالاخره منتشر خواهد شد، این است که کوشندگان حقوق بشر و آلانه سازماندهی میکنن، مثل جلسه امشب جلسه برگزار میکنن، و افراد بعد معمولی اگر در ایران زنان برای حجاب خودشون حاضر هستند ریسک بپذیرن و بگن به تو مربوط نیست این حجاب من هست، در تمام داخل و خارج ایرانی ها میتونن برای حقوق خودشون همون بخش منفی کارهایی بکنن که نه هزینه‌ای داره براشون نه زیاد وقت میبره. مثلا فیلم یا همین به نظرم فیلم هایی که دوست عزیزم خانم مسیح تهیه میکنه یا انیمیشن هایی که هست یا عکس هایی که هست، نمونه های زیادی هست از نقض حقوق بشر در ایران. کافیست ما سر جمع نشستیم، در محل کارمون نشستیم، در خانمون نشستیم، امکانات مجازی، رسانه های مجازی در اختیار ما هست، این رو به دوستانمون بفرستیم، توضیح همین
نمونه‌هایی از خاص حقوق بشر یا نقض حقوق بشر سبب خواهد شد که یک فضایی به وجود خواهد آمد، فضایی به وجود بیاد که این فضا به همه کمک بکنه که همه نسبت به حقوق بشر حساس بشن، یاد بگیرن و یاد بدن و بفهمن که اگر من یک سهم کوچیکی در راه حقوق بشر بردارم و اگر به دوستم، به آشنام، به خویشاوندام این فیلم رو بفرستم، او ممکنه یه واکنش من نشون بده و این واکنش ممکنه به کنش و واکنش بین من و دیگران به بود اتفاق بیفته. آقای دکتر میلانی، شما چون به هر حال توی حوزه زیباشناسی مقاومت هم دارید قلم میزنید و تلاش میکنید، من فکر کردم شاید بد نباشه که با کسانی که اینجا هم گوش میکنن این مبحث رو اصلا باز بکنید که مقاومت مدنی در واقع آیا تاریخی هم داره، یه زمان مشخصی داره که به یک نتیجه و فرجامی برسه، کی میشه در واقع حکومت رو، یک حاکمیت رو تسلیم بکنه با اون خواست و مطالبه‌ای که داره، آیا فقط مطالبه محور بودن و مقاومت کردن کافیه؟ اولا من فکر می‌کنم یه نکته‌ای که در مورد شرایط فعلی باید بهش توجه کرد و این است که ما در یه لحظه تاریخی خیلی جالبی زندگی می‌کنیم. از یه طرف این بحرانی است که بهش اشاره کردم، از یه طرف دیگه ما در عصری داریم زندگی می‌کنیم که یک انقلاب عظیم تکنولوژیک داره اتفاق می‌افته. به مراتب شاید انقلاب پر حادثه‌تر و پر پیامدتری از انقلاب صنعتی است. یعنی انقلاب الکترونیک. یعنی اینکه شما با یک تلفن میتونید با روستای خانم مسیحی نجات در مازندران تماس بگیرید. یعنی یک شبکه عظیم ارتباطاتی. یعنی این شبکه عظیم ارتباطی مفهوم ایران رو عوض کرده. ایران دیگه در مرز جغرافیاش محدود نیست. این جلسه الان میتونه به طور مستقیم در ایران پخش بشه. هزاران، شاید صدها هزار بهش دسترسی پیدا میتونن بکنن. هر کدوم از ما الان امکاناتی که داریم در جهت این مقاومت منفی، این مقاومت مدنی، به لحاظ این امکانات کامپیوتری عظیمه. امکانات معاندان تجدد و معاندان حقوق بشر و معاندان زنا و معاندان یهودیت و معاندان بهائیت و اونها هم زیاد شده، برای اینکه اونها هم از این دستگاه دارن استفاده میکنن. یعنی تعداد اخباری که، تعداد شایعاتی که، تعداد اتهاماتی که زده میشه همونقدر وسیعه که امکانات ما برای مبارزه با اون. به همین خاطر من فکر میکنم دوباره یادتون باشه عرایزم رو با این شروع کردم که اعلامی حقوق بشر در یه لحظه بحران تجدد شروع شد بعد از جنگ جهانی دوم. 70-80 میلیون آدم کشته شدن، 6 میلیون یهودی کشته شده، 30-40 میلیون در شوروی کشته شده. الان ما با یک بحران تاریخی روبرو هستیم، یه بحران پاپولیزم خطرناک نژاد پرست در سطح جهانی روبرو هستیم. اگر به جد وارد این کار نشیم و باش مقابله نکنیم، اگر با این انواع پاپولیسم، انواع ساده انگاری ها مقابله نکنیم، روزگار هممون به گمان من خیلی تیره تر خواهد بود. بسیار خوب، میرسیم به مهمان اصلی برنامه که الان فکر کنم تو این پنل همه منتظرین از ایشون بشنوین چون حرف نزدن تا به حال. من فکر میکنم که یه سوالیه که شاید خیلی از ایرانی‌های داخل هم بخوان بدونن. این همه اعتراضی که الان اینجا دارین میکنید، اگر ایران بودید اعتراض میکرد فکر میکنید چه بلایی سرتون میومد؟ اولا که میخوام از همه تشکر کنم، مرسی که منو دعوت کردن که جزو این پنل باشم. واقعا من اونجا که نشسته بودم داشتم یاد میگرفتم، انگار رفتم کلاس، یه احساس کرده بودم رفتم داشتم دانشگاه بودم و واقعا حرفایی که زدین خیلی حرفای بگم برای من چیزایی بود که راجبش فکر نکرده بودم و واقعا لذت بردم از حرف هر ستاتون و خوشحالم که مجبور نشدم که بیام صحبت کنم، چون که واقعا نمیتونستم، مخصوصا به زبان فارسی. من از 6 سالگی اومدم آمریکا و گاهی گدا خب الان که دارم صحبت میکنم یه خورده انگلیسی هم شاید بنازم توی جوابم. خلاصه به سوال شما میرسم که آره، من فکر کنم که اتفاقا یه جوک شده بود برام، چون که
وقتی که جورج بوش رئیس جمهور بود، من بعضی وقتا توی آمریکا توی همین کلابای لس آنجلس جوک میگفتم راجبشون. بعد اون نزدیکای یه وقت جنگ با عراق، وقتی ما راجب جورج بوش توی آمریکا جوک میگفتیم، بعضی از طرفدارای جورج بوش توی آدینس میگفتن که تو حق نداری راجب رئیس جمهور اینجوری صحبت کنی. تو آمریکا میگفتن حق نداری، این کامندر این چیف ما هستش، نمیتونی راجبش اینجوری صحبت کنی. بعد منم بهش میگفتم راشه بخواین، این تو آمریکا حق داریم و اصلا وظیفه‌مون هست که راجب رئیس جمهورمون صحبت کنیم. و میگفتم اگه من تو ایران راجب رئیس جمهور اینجوری صحبت میکردم و شما میگفتین شو بعدیت کجا خواهد بود، مجبور میشدم بگم که اوین فکر کنم رجای شهر کرج، آره هر جا نمیدونم والا. خلاصه آره نمیشه اونجا فکر نکنم، که میدونم که تازگی اتفاقا استنداپ کمدی اجرا میکنن و چند تا کلیپ دیدم، ولی میدونم که بیشتر سوژه ها بعد سوژه های خانوادگی باشه و چیزای سیاست نمیتونه باشه. من حالا این سوال رو فقط برای این خواستم شوخی بکنم که بدونید چقدر جای خطرناکی خواهید بود تو ایران، که خوشبختانه خودتون میدونید. ولی فکر میکنید که کاری که شما دارید الان توی آمریکا میکنید به هر حال برای ایرانیانی هست که اینجا دچار مشکل شدن و از حقوق بشر اونها در آمریکا دفاع میکنید، هیچ وقت به این فکر کردید از این پتانسیل و سرمایه‌ای که دارید از جامعه مدنی ایران، مقاومت در واقع زنانی که داخل ایران هستن یا مردمی که داخل ایران هستن، هم به همین اندازه بتونید صدای اونها رو بلند بکنید؟ در این راستا خودتون توضیح بدید به کسانی که اینجا هستن که چه کارهایی کردین، چه تلاشایی کردین؟ میدونین برای من خب اتفاقا جالبه، من خب میدونم شاید خیلی از ایرانیا یا بگم یه مقدار ایرانیا طرفدار ترامپ بودن و براشون رای دادن. من توی استنداپ میگم که رای داده بودن که میخواستن تکسشون کمتر بشه، خانواده‌شون کمتر شد، یعنی تکس ها نرفت پایین، خانواده برگشتن ایران. ولی بعضی وقتا من اتفاقا وقتی من راجع به ترامپ جوک میگم، بعضی ایرانی‌ها جواب میدن که چرا راجع به ایران صحبت نمی‌کنی بیشتر، چرا راجع به حقوق بشر تو ایران تو کمدیت صحبت نمی‌کنی. یه دونه از مشکلا برای من اینه که الان توی آمریکا سوژه داغ که مردمان چون که من وقتی برنامه اجرا می‌کنم به زبان انگلیسی اجرا می‌کنم و تماشاگرای من خب یه مقدار ایرانی هست ولی آمریکایی هست، خارجی هست، از کشورهای مختلف هست، پس من باید راجع به سوژه ها صحبت کنم که اولا که سوژه هستش که الان من خودم راجع به خاطر یه حدی با آقای ترامپ انگزایتی دارم، یعنی هر روز بیدار میشم و توییتر رو نگاه میکنم و راستش رو بخواید چون من میدونم که بعضی از ایرانی ها فکر میکنن که ترامپ یه جوری میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون. آره من حالا نمیدونم چه جوری، نمیدونم، همیشه یه حرفایی میزنه که خیلی بی‌معنیه. من راشه بخوای بیشتر از کره شمالی با این یعنی با هم دیگه یه جوری این دوتا با هم دیگه بحث میکنن که انگار دوتا بچه دارن دعوا میکنن، با هم دیگه جنگ میکنن و هیچ کدومشون هم منطقی فکر نمیکنن. خلاصه میخوام فقط بگم که الان روی صحنه شاید بیشتر راجع به ترامپ و راجع به سیاست آمریکا صحبت میکنم، وقتی که احمدی نژاد بود که خارجی‌ها بیشتر آمریکایی‌ها میگیم جالبه برای من، ما اومدیم اینجا هنوز اونا خارجی‌ان. ولی خب ولی وقتی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود اون وقت میشد بیشتر راجع به این ایران صحبت کرد روی صحنه و آمریکایی‌ها میفهمیدن. و اتفاقا وقتی که انتخابات 2009 شد یکی از من خواستش که یه دونه یه برنامه همون حقوق بشری بود در UCLA، منم مجری شدم چون که من واقعا امیدم اینه، مثل شما امیدم اینه که من بتونم برم ایران. الان فکر نمی کنم بتونم برم ایران و جالب اینجاست با هم میریم، من کمک میکنم با هم دیگه بریم، حجاب میبوشیم قایم بشیم. نه من واقعا دلم میخواست بتونم بچه‌مو برم ایران. خود منم ایران رو 20 ساله ندیدم و قبل از اون فقط برای 2 هفته اونجا بودم و قبل از اون 20 سالم 6 سالم بودم من آمریکا، پس خیلی دلم میخواست بتونم برم ایران و دلم میخواد که بتونم بیشتر کمک کنم، که اتفاقا الان چیزی که الان شما راجع با شما دیدم خیلی قشنگه و خیلی خوشحالم به این نتیجه مثبت رسیدیم. زنای ایرانی نماینده خیلی قوی خواهند داشت. و در ضمن یه حرفی بزنم، دکتر میلانی حرف خیلی خوبی زده، چون که من ایران برنامه اجرا نکردم ولی
کشورهای عربی برنامه اجرا کردم. عربستان سعودی بودم، مصر بودم، لبنان بودم، کویت بودم. تمام اون کشورها از سال 2007 شروع کردم برم و یه چیزی که از اون وقت من دیدم همین تکنولوژی بود، اینترنت بود و من گفتم که این اینترنت باعث میشه که تو این کشورها پروگرس بیاد و هنوز میبینیم که سخت پروگرس، ولی فکر میکنم که آینده و آزادی که ما پیدا میکنیم فکر میکنم از طریق همین تکنولوژی خواهد بود. بسیار خوب. من یه نکته بگم، شما حتما میتونید برگردید برید ایران، از ایران بر نمیتونید بگردید. پس به نظر شما باید یه وان وی بلیط یه طرفه بخرم. اوکی. حضور ماز جبرانی دیگران رو هم تحت تاثیر قرار داد. تنسای خیلی خوبی میگن آقای دکتر میلانی. خانم سرشار، شما به هر حال جزء کسایی هستین که همیشه همه رو مثل یک زنجیره به هم وصل کردین. ما ملت هزار پاره‌ای هستیم که معمولا خیلی نمیتونیم زیر یه سقف کنار هم دیگه بنشینیم. گاهی وقتا خوبه حتی اصلا یک کمپین چایخوری را بندازیم، همه با هم فقط بشینیم همدیگر نگاه کنیم، حرف بزنیم بدون اینکه پنجه به صورت هم بکشیم و اختلافاتی باشه. تجربه خودتونو بگین، در واقع چطور میشه تمام کنشگران حقوق بشر رو، چون مفهوم حقوق بشر مفهومی است که همه گروه‌ها به هر حال اتفاق نظر دارن در موردش، چجوری میشه این ملت هزار پاره رو زیر یک سقف جمع کرد و متحد شد برای همین موضوع نقض حقوق بشر؟ سوالم اگه خوبه بگین. خوبه عالیه. من داشتم به صحبت‌های شما سه نفر گوش می‌دادم و بعد دیدم هر کدام از شما به یه بخشی از وجود من یه تلنگری زدین که این سوال برای من پیش اومد که خیلی خوب دکتر علمدادی که میگه شهروند معمولی چیکار می‌تونه بکنه، دکتر میلانی که با این همه هیجان همیشه طرفدار زنانه و حرکت‌های زنان و خود شما که اصلا دیگه با این کمپین هیس به من فهموندی که من که پدر جد هیس بالای سرم بوده. یه زن ایرانی کلیمی در مذهب ما بیش از هر مذهب دیگه هیس هست. کار روزنامه‌نگاری که می‌خواستم شروع کنم نبود، کار دانشگاه می‌خواستم برم نبود. اول شوهر کن بعد همین کاراتو بکن. ما اول شوهر کردیم بعد رفتیم دانشگاه. خوشبختانه گرفتار یه شوهری شدم. گرفتار که نه، خوشبختانه یه شوهری. خانم سرشار همینجا نشسته. یه شوهری رو انتخاب کردم که شرط ما با تو میایم خونه، نگران نباش. آره، شب شرط من این بود که باید برم دانشگاه. موقعی که رفتم در دبیرستان ثبت نام کنم، شناسنامه‌ام که با خودم بردم، اون موقع برای اولین بار مثل خودت مسیح یه چیزی به من تو کلم بود. شناسنامه‌ام که دادم دست مدیر که ثبت نام بکنه، نگاه کردم نوشته هما فامیل رفائیل زاده، پدر میور کلیمی، مادر نیمتاج کلیمی، ساکن کوی کلیمی ها. گفتم مگر تو شناسنامه مسلمان ها می‌نویسن حسین مسلمان، نمیدونم اختر مسلمان، مادر نیمتاج. اون موقع چون شناسنامه من صدر شیراز بود، من شیرازی هستم، اون موقع جد کردم خودم در سن 15 سالگی به پدر و مادرم که من باید برم این شناسنامه رو عوض کنم. چه معنی داره مذهب من توی شناسنامه نوشته؟ من نمیخوام مذهب. رفتم شیراز با اتوبوس و شوهرمه من اونجا بود، آشنا داشت تو شیراز، تو سبت شیراز. رفتیم پول دادیم، رشوه دادیم. فامیل، یعنی اسم پدر من از میور کلیمی که میر هستم که انگلیسیش میر، کردن میور حکیمی با یه کاف و این چیزا زدن بهش. مادرم کردن حکیمی. کوی ساکن کوی کلیمی ها رو دیگه نمیدونستن چیکار بکنن. اون ساکن کوی کلیمی ها هم یه دونه لیوان چای بغل دستش بود، یه خون اونجا اون پاکش کرد، گفت راضی شدی؟ گفتم یه المثنا بده به ما مرد مؤمن. آخه واسه چی این کارو میکنی؟ واسه چی مذهب من باید اونجا باشه؟ بعد در اون مبارزه‌ای که من داشتم میکردم توی شیراز، توی تهران، تو خانواده خودم، هیچ سر صدا نکن دختر، ساکت بشین، بی خودی سر صدا نکن، برای خودت مسئله درست نکن. این حس رو 50 ساله که من میشوم از جامعه کلیمی ایرانی در شهر لس آنجلس. اگه بخوام اعتراض بکنم، جامعه کلیمی ایرانی میگه که سر صدا نکن. کلیمی ایرانی تو ایران جزء دستور مذهبیشونه که تو تابع پادشاهی هستی که بر تو حکومت میکنه یا حاکمی که بر تو حکومت میکنه. صداشون در نمیاد، تربلای سرشون میارن. جامعه بهائی هم مثل ماست. ما دو جامعه این قضیه هیست رو از تو جامعه خودمون بدورداریم. من به عنوان یه شهروند عادی، به عنوان یه زن مبارزه کردم.
به عنوان یک کسی که می‌خواستن این مهر رو به من بزنن که هر جا میری تو کلیمی هستی، با من هر جا مصاحبه می‌کنن، بی بی سی، وایس آف آمریکا، روزنامه‌های مختلف. خانم شما به عنوان یک زن یهودی چی فکر می‌کنید؟ آخه زن یهودی مگه فکرش با شما این مسلمان چه فرق می‌کنه؟ هر وقت گفتم، هر وقت در صحبتام گفتم، ظلمی که مذاهب ابراهیمی به زنان کردند، پدر جدشون کلیمیان، اسلام از یهودیت یاد گرفته، مسیحیت بعد از یهودیت اومده، هی گفتن هیس راجب یهودیت چیز نگه، چرا نگیم؟ آقا پدر زنان رو یهودیت در آورده و مذاهب دیگه از اون یاد گرفتن. در نتیجه من یک کمی با خیال راحت نشستم، دیدم صحبت دکتر علمداری رو به کار بردم به عنوان یه شهروند، برای مسئله و مشکل خودم وایستادم و هنوزم مبارزه میکنم. همین مثلا دو ماه پیشم در مقابل فدراسیون یهودیان ایرانی تمتراغ وایستادم به خاطر یه مشکلی که پیدا شد. ولی دکتر میلانی باز منو محکمتر میکنه در این که زنانن که باید این کارو بکنن. و تو نازنی که جلو افتادی و واقعا این همه آدم پشتت هستن با این کمپینایی که راه انداختی، همه ما شهروندانی هستیم که داریم در برای حقوق بشر، برای داشتن یه روزی که ایران توش آزادی باشه، راجع به من به عنوان یه انسان فکر کنن، نه به عنوان یه زن، نه به عنوان یه یهودی. تموم شد. عجب طرح خوبی بود از اینکه پنل باشه، جمعیت به شور و هیجان اومد، ما همینو کم داشتیم. خیلی عالیه و خوشحالم، یعنی سال دیگه هم من میام. خب قرار شد که من از سوی اینا تقلب نکنم، نگاه نکنم، بتونم سوالاتی که از جمعیت می... خیلی زیاد شد. چلو در همه جلو منو میگیرن میخواین سوالات جواب بدیم اون وقت. همه شما باید جواب بدین الان. من همینطوری برداشتم، این سوال مال خودمه. اگه اجازه بدین من خودم بذارم، چون قرار شد من حرف نزنم. ولی انصافاً سوالا رو بعداً خودم تو فیسبوک و اینستاگرام جواب میدم، الان از مهمانان. با توجه به جنبش‌های مدنی مانند چهارشنبه، اینم مال منه، اینا رو بعداً جواب میدیم. خب البته شاید مفهوم من چهارشنبه، آیا نتیجه این مقاومت مدنی رو تو چند سال آینده شاهد خواهیم بود؟ با توجه به اینکه سلاح‌ها موبایل و دولت اما تا بن دندان مسلح، این من خودم گفتم، دولت اسلحه داره مثل خونه ستاره بهشتی و اینا، فکر میکنین چه نتیجه‌ای داره این مقاومت های مدنی که مثلا حالا هر کدوم از شما دوست داریم؟ من چون واقعا فکر کردم مهمه که از جمعیت هم سوال بیاد که در شما هر کدوم خودتون حالا شما جواب بدین اگر ممکن. سوال خیلی دشواریه میدونید، چون که بعد در مورد امید حرف زد دیگه کمی سخته. ببینید نمونه ستاره بهشتی یک نمونه استثناست. هزارها ایرانی دارن مبارزه میکنن، مقابله میکنن برای حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان. البته شکی نیست هزینه در ایران، هزینه مبارزه و مقاومت زیاد هست، ولی من فکر نمی کنم که نمونه ستاره بهشتی رو بشه الگو قرار داد و بر اساس اون قضاوت کرد و گفت ایران فعالیت نمیشه کرد. من فکر میکنم در حال حاضر بسیاری هزاران از ایرانی ها در حال مقابله و مبارزه هستند، اگرچه سطح همه مبارزات یکسان نیست. از کسانی که دارن به نظر من یک اعلامیه می‌نویسن، حتی در روزنامه‌ها دارن کار می‌کنن، تلاش می‌کنن، لابلای اخباری که می‌نویسن، لابلای گزارش‌هایی که چاپ می‌کنند، مطالبی در خور خوانندگان خواهان تغییر و تحول بنویسن. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر قرار هست در ایران و قرارم هست تغییر تحولاتی اتفاق بیفته، همه باید به یک نوعی سهیم بشن. من به همجا در همجا یه اشاره‌ای بکنم. قبل از دوره مدرن انسان‌ها رعایای شاهان بودند. بعد از اینکه به مدرنیته ما پای گذاشتیم، انسان‌ها به شهروند بدل شدند. در ایران تا زمان قاجار، در پایان قاجار، ایرانی ها رعایای شاه بودند. در دوره پهلوی ها ما گذار کردیم، از این فاصله گرفتیم. در زمان جمهوری اسلامی همه شدن امت اسلامی. و اگر ما نمیخوام امت اسلامی باشیم،
یعنی جزئی از امت اسلامی باشیم که جمهوری اسلامی خواهان هست، باید شهروند بشیم و این دست ماست. ولی شهروند هم مسئولیت داره هم حقوق داره. اگر ما فقط دنبال حقوق باشیم شهروند نیستیم، هنوز مسئولیت هم داریم و مسئولیت در سطوح مختلف من فکر کنم باید انجام بگیره و داره انجام میگیره. و این بخشی که من اشاره کردم که افراد عادی هم میتونن سهمی داشته باشن، در واقع گام گذاشتن در مسیری است که ما میتونیم به عنوان یک شهروند خودمون رو معرفی بکنیم. آقای دکتر میلانی، این بحثایی که الان اخیراً مطرح میشه، من چون به این سوالا اگه بخوایم جواب بدیم خیلی طولانی میشه، این بحثایی که فقط 15 دقیقه آخه بیشتر وقت نداریم، این بحثایی که اینجا مطرح کردین شما و بقیه سخنرانان، فکر میکنید الان این جمعیتی که از اینجا میخواد بره دوست دارید که چه چیزی رو با خودش ببره؟ یعنی دلتون میخواد موضوعی که از این کنفرانس با خودش میبره چه باشد و سال آینده از خودش چه پرسشی در واقع داشته باشه؟ من یه نکته مختصری در مورد در ادامه بحثایی که ایشون کردن بگم. به نظر من در مورد این مقاومت‌های مدنی که در ایران میشه یه سوال اساسی هست که هنوز کسی حداقل تا اونجایی که من میدونم جواب نداده. و اون سوال این است تا چه حدی رژیم بر کلیت این مقاومت‌ها مسلطه و اجازه میده اینها به عنوان یه سوپاپ اطمینان ادامه پیدا کنه. یعنی این تساهلی که در مقابل برخی از این مقاومت ها هست تا چه حدی ابزار سرکوبه. ما در اندیشه سیاسی مفهومی داریم به اسم تساهل سرکوبگرایانه. یعنی شما به یه چیزایی تساهل نشون میدید برای اینکه پدر صاحب بچه اون کسی که بهش تساهل دارید نشون میدید در بیارید و کنترلتون رو بیشتر بکنید. ادعی میگن جمهوری اسلامی اونقدر بر اوضاع مسلطه که این نوع مقاومت‌ها رو اجازه میده برای اینکه سوپاپ اطمینانشه. ادعی دیگه که من هم جزو اونها هستم، فکر میکنم اینها فکر میکنن میتونن کنترل بکنن ولی آب بیخشون رو میزنه. یعنی اونقدر این وضعیت گسترده شده که دیگه امکان کنترلش نیست. به گمان من تنها دلیلی که تنها دلیلی که جمهوری اسلامی الان چند سالی است به گمان من باقی مونده به خاطر اینکه آلترناتیوی در داخل وجود نداره و مردم نگران این هستن و به درستی نگران این هستن که ایران تبدیل به یک سوریه بشه. این رژیم به صراحت گفته که اگر در مقابل من مقاومت بکنید ایران رو سوریه میکنم، تبدیل به یک عراق بشه. مردم ایران دارن سعی میکنن با درایت با احتیاط این رژیم رو تغییر بدن بدون اینکه یک تغییر رژیم ایجاد بکنن، کاری که بسیاری از زنان در زندگی‌های خانوادگیشون میکنن. مردایی که فکر میکنن حاکم بر خونه هستن ولی خانم‌ها میتونن با درایت و حوصله مسئله رو حل بکنن. من پدرم تمام مدت فکر میکرد حاکم خونه ماست ولی حاکم خونه ما مادرم بود و هیچ کس دیگری نبود و خوشحالم برای این قضیه. من فکر میکنم اگر پیامی از این نشست بایستی داشت واقعا این است که هر یک از ما میتونیم عامل تغییر باشیم. روزا پارک با یک قدم جزئی آغاز یک تغییر بزرگ شد. بحث اساسی حقوق بشر اینه که تغییرات بزرگ با حرکت‌های جزئی شروع میشه. فکر نکنید که حتما باید برید جلوی تانک بایستید، جلوی یک جوک ضد یهودی بایستید آغاز مناسبی است برای این کار، جلوی یک جوک ضد زن باشید آغاز مناسبی است برای این کار، جلوی اجحاف سرکارتون به همکارتون باشید، مقاومت بکنید در مقابل بازی کردن نقشایی که پول کلانی بهتون میده ولی انسانها رو مسلمانها رو ایرانیها رو تحقیر میکنه. اگر همه شروع بکنیم این رژیم خیلی ضعیف‌تر از اونه. ببینید یه جمله آخر بگم از همینگوی. از همینگوی پرسیدن که آدم چجوری برشکست میشه، گفت اول به تدریج بعد ناگهان. رژیم های استبدادی هم همینجوری سقوط میکنن، اول به تدریج بعد یه دفعه فرو میریزن و هیچکی باورش نمیشه که این قدر قدرتی چگونه پوشالی بود. فیلم سقوط رومانی رو ببینید، در یک لحظه
قدر قدرت بود، در لحظه بعد باورش نمیشد که مردم، همه ما میتونیم نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشیم. این امید من بود. آها بله بله، من یه سوال دیگه، اولویت چشون چیه؟ یه سوال از در مورد منه، در مورد اون آقایی که فریاد کشیده بودن و بعد من خودم از وجدان گرفتم از اینکه فریاد من یکم صدای من بلندتر بود، برای همین ازشون خواستم که اگر حرفی دارم کامنتی دارم بگن، یه سوال از من پرسیدن، شما اجازه میدین من اون سوال جواب بدم؟ از من پرسیدن که کدام یک اولویت است، حجاب یک زن یا اون زن کارتون خوابی که گوشه خیابون میخوابن، درسته؟ چون میخوام که یه وقتی با هیچ کسی با دلخوری از اونجا نره. من کارتون خوابی هم کردم ولی دلم نمیخواست گوشه خیابون کارتون خوابی میکردم یه نفر بیاد بهم همونجا تو سرم هم بزنه بگه حالا اینو مثلا لباسات هم جمع کن، این کارو بکن، اون کارو بکن. بعد توی صحبتام هم براتون توضیح دادم که وقتی مادرم میاد میگه فکر نان باش که خربزه آبه، این چیزا در واقع به ما القا کردن. همین اولویت بندی کردن ضربه اول رو به حقوق بشر و حقوق انسانی میزنه. اساساً اینها به وجود اومده که ما پنجه به صورت هم بکشیم. کی گفته اگر زنی دنبال ورود زنان به استادیوم ها هست هرگز دغدغه زن کارتون خواب رو نداره؟ کی گفته اگر زنی دغدغه این داره که یک مردی بهش نگه چگونه حجاب بپوشه یا چگونه رفتار بکنه، به هیچ وجه دغدغه این رو نداره که در دانشگاه بدرخشه یا کشف علمی نمی کنه؟ کمپین چهارشنبه‌های سفید سرشار از زنان موفق و درخشانی هست که هم چهره‌های اکادمیک هستن، چهره‌های علمی هستن، کنشگران اجتماعی هستن. اخیراً تو کرمانشاه وقتی همین کمپینی که برای حجاب مبارزه کرد سبب شد تا دست‌ها به هم دیگه نزدیک بشه، قلب‌ها نزدیک‌تر بشه، زنان چهارشنبه‌های سفید به جای اینکه این هفته زلزله رو به حجاب اجباری اعتراض بکنن، پاشدن رفتن کرمانشاه و در کرمانشاه به مردم کمک کردن. و من فکر کنم پاسخ شما رو شاید بد نباشه با ویدیوی یکی از آقایونی بدم که در کرمانشاه ایستاد، ساختمان‌هایی که پشت سرش خراب شده بود رو فیلم گرفت و با همون سلفی، با همون موبایلی که کماکان فکر می‌کنم بهترین و بزرگترین اسلحه مونه و میتونه از دیدگاه من ظلم و زور رو سرنگون بکنه، همون اسلحه بیخشونت ماست، ایستاد از خرابه‌ها فیلم گرفت و گفت تو این زلزله 400 نفر، 500 نفر، 1000 نفر کشته شدن. ولی 40 ساله که همین قانون حجاب اجباری روح نیمی از جمعیت ایران رو کشت. همین که به زنان بگید، به مادران و خواهرانمون بگید چه بپوشن و چگونه زندگی بکنن، یعنی شما عقل ندارید. و همین که به مردان بگید شما به مثابه آلت‌های سرگردان همیشه در حال تحریک هستید و نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید، این یعنی کشتن روح آزادی خواه ایرانی. و سوال از مازیار جبرانی، سوال شما خیلی آسونه، مثل من نباید گلو پاره بکنیم. دارن میگن که شما آیا در نشست نایاک شرکت کردید؟ آها خوب، سوال خوبیه. میدونین این چیز نایاک خیلی برای من جالبه، چون که من با نایاک National Iranian American Council حدود بگم 10 سال نزدیکای سپتامبر 11 بود، یعنی درست بعد از سپتامبر همون 911 که میشد 2001، یه وبسایتی هست به نام monster.com. monster.com یه وبسایتی بود که مردم میتونستن رزومه‌شون رو بذارن و از اونجا کار پیدا میکردن. وقتی که 9/11 شد، monster.com اومد گفتش که اگر شما توی رزومه نوشتین که یا فارسی یا عربی بلدین صحبت کنین، ما براتون کار پیدا نمی کنیم، چون که نمیشه کار پیدا. بعد از 9/11 نایاک که تا جایی که من میشناسم برای حقوق ایرانیا در آمریکا کار کرده، اینا رفتن با monster.com نامه نوشتن و گفتن که این کارتون اشتباس و این دیسکریمینیشن میشه و اینا رو مجبور کردن که اون پالیسیشون رو عوض کنه monster.com. گذشته از اون وقتای دیگه شده که ضد ایرانی‌ها در آمریکا یه اتفاقی افتاده که نایاک رفته جلو و نامه نوشته، یا اینکه با
سناتورها یا با کانگرس ممبرها صحبت کرده و کمک کرده ایرانی‌ها در آمریکا. میدونم که یه اتفاق دیگه هم که افتاده بود، یه فیلم سینمایی بود که تو اسکریپت نوشته بودن یه فامیل ایرانی بود در لس آنجلس و یک پدر و پسر که خیلی آدمای بگم مردمان چیز بودن، خیلی مدرن بودن و تو فیلم اول فیلم مدرن بودن، ولی دخترشون که میشه دختر و خواهر یه دونه این آقا و پسرش، یه دختر ایرانیه که با یه آقای مکزیکی میره توی فیلم و توی داستان فیلم این آقای ایرانی و پسرش میرن یه تفنگ میگیرن و دختر رو میکشن. میخواستن اینو بزنن تو سینمای آمریکایی‌ها. منم این سکریپت رو خوندم، گفتم که ببین من ایرانی‌ها رو که میشناسم ما اینجوری نیستیم و چرا شما مجبور هستین که یه داستانم فیلمم 4-5 تا داستان مختلف داشت، مثل فیلم کرش بود ولی فرق میکرد. من گفتم چرا شما داستان ایرانی‌ها رو که آوردین این تو اینو باز یه آدم کش کردین، چرا؟ دلیلی نداره. و من اینو آوردم به اتنشن باز نایک هم باز با فیلم بردارا تماس گرفت و اینا داستان رو عوض کردن تا یه حدی. دارم میگم که نایک، من طوری که نایک میشناسم، ایرانی‌ها رو در آمریکا کمک کرده و خیلی وقتا من وقتی برنامه رادیویی یا هر جا که باشم که یه ایرانی بخواد با من تماس بگیره، همیشه میگن شما طرفدار نایک هستین و نایک با جمهوری اسلامی کار میکنه. من هیچ وقت این کانکشن رو ندیدم. تنها چیزی که من دیدم بودش که وقتی باز دوباره بگم، وقتی که جنگ با عراق شروع شد، یه جاهایی میگفتن که بوش، ادمنستریشن بوش میخواست بره با ایران هم جنگ شروع کنه و نایک از ممبراش رای گرفت، گفتش که آیا شما طرفدار جنگ با ایران هستین یا نیستین، و ممبرای نایک رای دادن که ما با ایران نمیخوایم جنگ، آمریکا با ایران جنگ بکنه، چون که درسته شاید جمهوری اسلامی از بین بره ولی خب چندین میلیون نفرم بیگناه از بین خواهند رفت. پس من هر وقتی یکی از من میپرسه شما آیا با نایک شرکت کردیم، من میگم آره، باشون با کارهایی که تو ایرانیا را در آمریکا کمک کردن شرکت کردم و به نظر من هنوز از من بپرسین آیا شما با ایران میخواید جنگ بکنید؟ نه، نمیخوام که آمریکا با ایران جنگ بکنه. بعد سوال بعدی هستش، بعد سوال بعدی خیلی میگه خب پس شما پس طرفدار جمهوری اسلامی هستین؟ نه، من تمام خانوادم، یک سوال بود و از تو دلش این همه سوال در اومد. نه، خانوادم از به خاطر جمهوری اسلامی اومد به آمریکا، انقلاب به خاطر اونا اومدیم به آمریکا و من بچه بودم، 6 سالم بود که بعد هاستی سیچویشن هم شد و ما رو کتک میزدن تو آمریکا، پس ما به خاطر جمهوری اسلامی کتک خوردیم. پس شما فکر می‌کنید من طرفدار جمهوری اسلامی هستم؟ شما احمقین، ببخشید، ولی واقعا حرف بی‌معنیه. پس جوابم به شما اینه که تا یکی به من نشون بده که واقعا یه رابطه هستش که مثلا جمهوری اسلامی واقعا طرفداره، مثلا یه جوری با نایک یه رابطه خیلی محکمی داره، اگه نایک بخواد ایرانی‌ها رو در آمریکا کمک کنه، منم طرفدارشون هستم. بسیار خب، سوال من فکر می‌کنم با اول از شما سوال بکنم، ما وقتمون تموم شد ولی من دلم نمیاد ول کنم، سوال آخر رو میپرسم، اما اگر مایل هستین میتونیم یه راوند دیگه هم سوال از تو شیشه در بیاریم که بعد خونم رو تو شیشه نکنین بیرون. پس موافقین؟ اگه موافقین دست بزنین. بسیار خب، شما فکر میکنید که الان قرار شد از تو شیشه در بیاریم، به هم بزنم چش، این که بعد راوند بعدی قرار شد میخواید خودتون در بیاریم؟ نه میگم سوال قرار شد سوال راند بعدی قرعه کشی کنید. نه من اصلا الان نباید سوال بپرسم، اینقدر اینجا زیاده عذاب وجدان دارم. چون این شعر باز برای منه، ببخشید. در ضمن تشکر قدردانی میخوام از حضورتون سوال کنم، چرا وقتی میبینیم که به بهائیان ظلم خیلی بیشتر از همه ادیان میشود، چرا غیر بهائیان به دادخواهی براشون کاری انجام نمیدن؟ شما به عنوان یک زن یهودی چه نظری دارین در این مورد؟ نه خدایش خوب بود دیگه. آره. من فکر میکنم تا موقعی که خود ما
اقلیت‌های مذهبی، از این کلمه اقلیت متنفرم ولی استفاده می‌کنم، اقلیت‌های مذهبی، یهودیان، زرتشتیان، باهائیان، صوفی‌ها، دراویش، اینایی که الان جمهوری اسلامی داره بهشون ظلم می‌کنه، تا خودمون برای حق خودمون وای نسیم، کسی دیگه برای حق ما وای نمی‌سه. من بارها در جلسات باهائیان گفتم چرا شما همیشه میگید ما انسان‌های سیاسی نیستیم؟ حضور شما ایرانی‌های باهائی در امریکا یه حضور سیاسیه. اگه سیاسی نبودی تو ایران میموندی. بنابراین این قضیه رو یه دفعه برای همیشه اگه میشه بین حل کنید. بعدم که میگید سیاسی نیستیم، خب کسانی هم که طرفدار مسائل حقوق بشر هستن میخوان راجبش حرف بزنن، راجب مظالمی که به دیگران میشه حرف بزنن، میگن خودشون میگن ما به سیاست دخالت نمی‌کنیم. اگر که این طرف این نشست‌های این چنینی که فوق‌العاده مهمه به نظر من، بسیار با ارزشه، چون دموکراسی از آگاهی میاد. ترتیب رسیدن به دموکراسی دکتر علم داری به زیبایی مطرح کردن و گفتن. بنابراین برای اینکه به دموکراسی برسیم باید آگاه باشیم به همه مسائلمون، باید آگاه. این جای خودشو داره، ولی اگه مظالمی هم ظلمی هم داره به باهائی‌ها میشه، که بدترین ظلم رو جمهوری اسلامی ایران به باهائی‌ها داره میکنه، بیشترین ظلم رو به اونا داره میکنه، زندان میندازد، چون فقط به خاطر که باور و اندیشه‌شون اینه که مذهبی دارن که جمهوری اسلامی نمیپسنده. اگر که راجع به اینها خودتون صحبت نکنید، خودتون صدا بلند نکنید و از دیگران کمک نخواهید، این مهمه. آیا جامعه بهایی از جوامع دیگر کنشگران حقوق بشر کمک میخواد که به کمکشون برن؟ شما به نظر من نخواستید. به نظر من خواستید که مبارزه خودتون رو به اون سیستمی که دوست دارید، به اون سیستمی که پسندیده است، همیشه محترمانه است، متمدنانه است، خیلی با شایستگی انجام میشه، انجام بدید. ولی اگر که میخواهید که مظالم شما رو دیگران هم بگن، ازشون کمک بخواید. موقعی که کمک بخواید مطمئن باشید که این کمک رو میگیرید ازشون. بسیار خوب. سوالا هرچی کوتاه‌تر جواب بدید، من بیشتر از تو شیشه در میارم براتون. تایتر برمیدارم که بعدا نگیم خیلی طولانیه. با سلام و عرض خوش آمد. لطفاً مردم ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارن. به نظر شما آقای دکتر عباس میلانی، آیا مردم ایران در قبال مسئله محصورین مانند کودتای 1328 مرداد و دولت دکتر مصدق عمل نمی کنن؟ آیا من متوجه سوال نشدم، ولی ببینید یک کمی دیگه ادامه داره، شاید ادامه بدم متوجه بشید. آره شاید، چون سخت بود خوندنش. و آیا این عینکم کو؟ و آیا این سکوت و بی‌تفاوتی جامعه یک سرخوردگی دوباره برای ملت ایران به وجود به ارمغان نخواهد آورد؟ شما دیده بودین، پس ادامه داشت. و آیا فضا به دولت آمریکا نخواهد داد که پروژه نمیدونم چی سازی که در عراق اجرا کرده رو دوباره اجرا کند؟ متوجه سوال شدین؟ بله متوجه شدم. خیلی بد خوندم، ببخشید. چند جنبه داره که هر کدومش واقعا بله، شما اینا رو دقت نمی کنید، عکسای نایاک همه جا بود. آقای دکتر میلانی بفرمایید. دوستان عزیز، یکی از شرایط اولیه حقوق بشر اینه که احترام به حقوق بشر، اینه که حق این 600-700 نفری که اینجا آمدن محترم بدارید، که با نظم نظرات همدیگر رو بشنوند. فریاد زدن مصداق بارز نقض حقوق بشره، نکنید این کار. صدای بلند حقانیت به حرف شما نمیده. صدای بلند، فریاد زدن فقط نشون میده که حرف شما حقانیت نداره. نه خیر، احتیاجی نیست ببینید. نه من از وجدان گرفتم، سوالش رو خوندم. نه خیر. ببینید برگردیم. بله اگه میشه به این سوال برگردیم. در واقع سه تا سوال مختلف است که هر کدومش یه بحث به گمان من طولانی داره. یکی این واکنش مردم ایران نسبت به اتفاقات 28 مرداد چی بود؟ خب اون یه بحث کاملا طولانی است. اگر میشه سکوت رو رعایت بکنید، من عذرخواهی میکنم آقای دکتر. خواهش میکنم. من دوست دارم که سکوت برگرده، آرامش برگرده به فضا، که بتونیم پاسخ آقای دکتر میلانی رو داشته باشیم. بفرمایید. واکنش مردم ایران به اتفاقاتی که بعد از 28 مرداد میفته، خب یه بحث بسیار به گمان من طولانی است.
من تصورم این است که ما تا به حال بیشتر در مورد 28 مرداد به یه سری باورهای غالبی که دو قطب سیاسی مختلف به ما یاد دادند گوش دادیم. یه قطبی که میگه این قیام ملی سلطنتی بود، یه قوم گروه دیگه که میگه این کودتای ننگین 28 مرداد بود. بخش هایی از هر کدوم از این اتفاقات در اون روز افتاده، ولی عامل اصلی 28 مرداد، عامل اصلی سقوط دکتر مصدق، اگر اسناد جدید انتشار یافته سیار رو نگاه بکنید، بیش از هر چیز و هر کس روحانیته. کاشانیست، بروژردیست، نواب صفویست، اینها به صراحت دوستانی که میرن این اسناد رو میخونن، من نمیدونم چجوری به مهمترین قسمتش توجه نمیکنن. از 1952 سیا داره میگه اگر میخواهید مصدق رو بندازید باید از طریق کاشانی چیز بکنید. در خیابان ها دو گروه میگه حاکمن، حزب توده و کاشانی، و الوات و اشرار کاشانی هستند که بیش از همه میتونن بیان تو خیابون. اونها هستن. شما برید مقاله هما ناطق رو در مورد اینکه روحانیت از آغاز مشروطه چگونه الوات و اشرار رو دور بیتشون داشتن، هر کدومشون یه چنین پدیده داشتن، جواب ساده به این مسئله به گمان من میسر نیست. در مورد حصر من فکر میکنم مردم ایران سکوت کردن، مردم ایران وایسادن. یه رژیم هم نیست، خود رژیم هم میدونه این کار غلطه. خامنه ای مصر که اینها رو نگه داره، کسی جرأت نمیکنه بهش بگه. تقریبا اعظم حاکمیت متوجه شدن که این کار نادرستی است، کار غیر قانونی است، کار غیر اخلاقی است، کار از لحاظ سیاسی براشون بده، ولی کسی جرأت نمیکنه به آقا بگه، برای اینکه آقا خوشش نمیاد. قسمت سومش یادم رفت. منم یادم رفت. فکر می‌کنم وقت برنامه هم تموم شد. از همه شما متشکرم که حضور پیدا کردید. نرید. ما چون مدافع حقوق بشر هستیم، حقوق یک نفر اینجا ضایع شده، فریاد هم سرش کشیدن. برای همین فکر می‌کنم اگر جمله پایانی رو آقای مازجبرانی بگن خیلی خوشحال میشیم. سر من داد میزد؟ اسم داده سرش اصلا متوجه اگه نشدیم من خودم وقت آخر رو بگیرم. نه والا من خب حرف آخرین اینه که من شما پرسیدین که خب دوستان چیکار میتونن بکنن. من به نظر من یه دونه خب گفتم، من الان بیشتر زندگیم آمریکا بودم و یه چیزی که دیدم، ما جامعه ایرانی توی سیاست آمریکایی خیلی فعال نیستیم و من واقعا همه رو تشویق میکنم که هر دفعه که انتخابات هست یا هر دفعه که یه اتفاقی میفته، مثل همین ترابل بنک تازگی شد، اگه بتونین شرکت کنین. من نمیدونم چرا، شاید میترسیم که اگه مثلا اسم نویسی بکنیم میان دنبالمون، ولی واقعا همه رو تشویق میکنم که فعال باشن، اکتیو باشن. اگه میبینین که ضد ایرانیا در آمریکا یه اتفاقی میفته، مثلا همین ترابل بن، به نظر من خب رو خود من که اثر نذاشت، ولی رو خیلی ها گذاشت. خیلی از دانشمندا و بعضی از فامیلا که از ایران یا از اروپا جاهای دیگه میخوان بیان. پس من واقعا امیدوارم که در آینده وقتی این اتفاقا میفته که چیزایی هستش که قانونای تو آمریکا هستش که ما میتونیم یه خورده پوش کنیم و با هم دیگه دست به دست باشیم و به یه نتیجه اینجا هم برسیم. خیلی متشکرم هم از شما و از همه شمایی که صبورانه نشستید و گوش کردین. یادتون نره برای عبور از تاریکی به جای اینکه سنگ برداریم به صورت هم دیگه پرتاب کنیم، شمع روشن کنیم. خیلی متشکرم از همگی. ببخشید، معذرت میخوام. اجازه بدید که از طرف خودم، از طرف ماز جبرانی، دکتر عباس میلانی، دکتر کاظم علمداری و مسیح علی نژاد، از خانم کارمن موراند، از آقای الهام وحدت، آقای اشکان رجبی و آقای منوچهر کامرانی بابت برگزاری این جلسه و تنظیم و تهیه و آمادگی و تمام کارهایی که انجام دادن برای اینکه ما در کنار هم باشیم تشکر بکنم. سپاسگزارم.